با سلام، من غلام ترشیزی هستم. از طرف دیگر اعضای هیئت مدیره کانون دوستداران فرهنگ ایران، خانمها فریفته امام قریشی، شکوفه وکیلی، آتیه وکیلی و آقایان فریدون جیزان، غلام عباسی و ایرج انبش به شما خوش آمد میگویم. در ابتدا برنامه هفته آینده را اعلام میکنم. دوشنبه 8 ژوئن 19 خرداد، ایرانیان مهاجر در روسیه چگونه شکل گرفت، توسعه یافت و تحت تاثیر تبعید و سرکوب دوران استالین قرار گرفت. خانم لانا راوندی فدایی سخنران ما هستند. هفته بعد 15 ژوئن برابر با 26 خرداد ما مجمع عمومی کانون را داریم که گزارش پایان دوره هیئت مدیره خواهد بود. هفته بعد دوشنبه 22 ژوئن 2 تیر مجمع عمومی کانون هست که انتخابات هیئت مدیره جدید کانون انجام میشه. و دوشنبه 29 ژوئن 9 تیر یک سخنرانی داریم آقای عرس جیزان، بی خانمانی در آمریکا در دوران کووید 19. آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن، آینه صبوح را ترجمه شبانه کن. کار تو از ساقیا دفع دو، بیا بیا ده ده به کفم یگانه ای، تفرقه را یگانه کن. شش جهت است این وطن، قبله در او یکی مجو، بی وطنی است قبله گه، در عدم آشیانه کن. در آغاز دهه 80 میلادی نیاز برای محملی که بتواند در شهر واشنگتن دی سی افراد علاقمند به حفظ و حراست و گسترش فرهنگ ایران را به گرد هم فراخواند شدیداً احساس می شد. آگاهی به این امر دلیل اصلی گرد همایی علاقمندان در بهار سال 1982 گشت. از اول قرار بر این شد که تمام علاقمندان به فرهنگ ایران تنها بر مبنای هویت مشترک فرهنگی خود و فارغ از هر گونه وابستگی مذهبی و مسلکی و سیاسی به دور هم جمع شوند. روی این اصل در روز 12 ماه آوریل 1982 هیئت مؤسس 9 نفره آقایان نادر مجد، بهرام محمودی، حسن سهرابی، محمود گودرزی، بیژن نامور، جهانگیر برومند، مسعود موسوی، ارسلان حمیدی و شهریار ساله در گرد همایی تاریخی در اتاق 401 ماروین سنتر دانشگاه جورج واشنگتن تصمیم گرفتند که کانون دوستداران فرهنگ ایران را تأسیس کرده و همت به تنظیم اساسنامه آن نمودند. کانون یک انجمن غیر انتفاعی مستقل فرهنگی است که اعضا با قبول قرارداد اجتماعی آن، یعنی اساسنامه، از طریق مشارکت داوطلبانه در کمیته‌ها و عضویت در هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی اهداف کانون را به پیش میبرند. اهداف کانون: نگهداری و گسترش فرهنگ ایرانی و دستاوردهای تاریخی و مردمی آن، برگزاری اجتماعات فرهنگی و اجتماعی به منظور حمایت از آزادی بیان و فضای سالم برای تبادل نظر، تقویت فضای تفاهم و همبستگی میان ایرانیان. کانون آماده است که در راه دستیابی به اهداف خود با تمامی افراد و گروه‌هایی که در تضاد با اهداف اعلام شده نباشند همکاری کند. کانون دوستداران فرهنگ ایران از معدود انجمن‌های ایرانی است که همه علاقمندان به فرهنگ ایران از هر جناح فکری و مسلک سیاسی را با کمال افتخار و با آغوش باز پذیراست و طی بیشتر از 38 سال فعالیت مستمر و پیوسته خود توانسته با برگزاری سخنرانی، میزگرد، مناظره و بحث آزاد به تقویت فرهنگ گفتگو در میان ایرانیان کمک کند. رمز پایداری کانون در طول این سالها استقبال از دگراندیشی و احترام به صاحبان همه تفکرهاست. کانون دوستداران فرهنگ ایران را خانه خود بدانید. همبستگی امروز ما گام دیگری به طرف ایران آزاد فرداست. و حالا سخنران امشب ما آقای الله‌یار کنگرلو، فیزیکدان،
و پژوهشگر علوم اعصاب و روان است. او دکترای خود را در سال 1987 از دانشگاه میزوری در کلمبیا به دست آورد و در همان سال به عنوان استادیار فیزیک در دانشگاه دیتون اوهایو استخدام شد. در سال 1996 دکتر کنگرلو به دانشگاه ایالتی اوهایو می رود و در آنجا با گروهی دیگر از دانشمندان پرقدرت‌ترین دستگاه MRI دنیا را می سازند که این دستگاه بانی تحولاتی بس شگفت در دسترسی به اسرار بدن انسان به ویژه ساختار ذهن انسان شد. در سال 2004 دانشگاه کلمبیا در نیویورک دکتر اللهیار کنگرلو را با عنوان سرپرست فیزیک MRI در دانشکده روانپزشکی آن دانشگاه که بزرگترین دانشکده جهان در این رشته است به استخدام در آورد. به علاوه دکتر کنگرلو علاقه وافر و طولانی به علوم سیاسی، اجتماعی و فلسفه دارد. پروژه ققنوس یک اندیشکده علمی و تحقیقاتی است که در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور شاهزاده رضا پهلوی در روز جمعه سوم اسفند ماه 1397 اعلام موجودیت کرد. در ابتدا مدیریت هماهنگی این پروژه بر عهده دکتر اللهیار کنگرلو قرار گرفت که وی در کمتر از یک سال به دلایلی از آن پروژه کناره گرفت و این روزها فعالیت‌های سیاسی وی بیشتر در مورد شناساندن پروژه دولت در تبعید توسط گفتگوهایی با شهرام همایون می‌باشد. دکتر اللهیار کنگرلو درباره پیدایش جهان و گوالش آن، انقلاب ایران، نقش مذهب در تحولات اجتماعی و رابطه ایران و آمریکا پژوهش‌ها و تعمقات بسیاری کرده که نتایج آنها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های بسیاری که وی انجام داده است از طریق رسانه‌های همگانی در دسترس عموم می‌باشد. موضوع صحبت امشب نسخه علمی داستان آفرینش، راهی برای اصلاح اسلام. خانم‌ها، آقایان، دکتر اللهیار کنگرلو. خیلی متشکرم از دعوتتون و خیلی خوشحالم که در میون جمع فرهیختگان واشنگتن دی سی هستم. بگذارید که صحبت در این برنامه را از عنوان سخنرانی من آغاز کنم که شما اون رو آفرینش جهان خوندید و برای اینکه به شما بگم که چقدر موضوع سخت و قامزیه، حتی دربارش حرف زدن کار سختیه، برای اینکه تا به حال همه دنیا، همه انسان‌ها، حتی فرهیختگان و علما به این مسئله، به پیدایش مبدا جهان هستی به شکل با کلمه آفرینش به کار می‌بردن. موقعی ما به اون وقایع ابتدای جهان هستی که با کلمه آفرینش بهش اطلاق می‌کنیم، و در کلمه آفرینش یک نوع آفریننده ملحوظه و من به دقت کلمه پیدایش رو به جای آفرینش انتخاب کردم که به هیچ وجه من الوجود بچه مشترکی با اون تفکراتی که برای جهان خالقی و آفرینندهی متصبرن راه خودم رو مجزا کنم. بنابراین صحبت من درباره پیدایش جهان و چگونگی روایت علم از پیدایش جهان و اثر اون در اصلاحات که در اسلام میتونه انجام بشه و تا به حال انجام نشده. به طور کلی میشه گفت که علاقه بشر به چگونگی پیدایش جهان هستی بسیار پردرازا و بسیار ژرفه. همه ما باش آشنا هستیم. ناشناخته ها برای انسان ها ترسناکن و به همین دلیل انسان ها به دنبال رمزگشایی ناشناخته ها هستن و تا به حال راه های بسیاری رو انسان ها ابداع کردن که این پاسخ ها رو بیابن. موفق ترین این راه ها علم و فلسفه بودن تا امروز. در علم یه چیزی هست به اسم روش علمی که به وسیله مشاهده ساختن فرضیه‌ای برای توضیح ناشناخته، طراحی آزمایش برای تست اون فرضیه و بعد مقایسه نتایج اون مشاهده و تکرار این روند تا جایی که نتیجه نهایی قابل توضیح ناشناخته باشه، یعنی اون نتیجه نهایی با اون توضیحی که شما ابتدا ارائه دادین منطبق باشه، که در اون صورت اون فرضیه تبدیل به یک نظریه علمی میشه. بنابراین بذارید اینجا کلمات رو برای هم دیگه تعریف بکنیم. همونجوری که در رابطه با کلمه آفرینش و پیدایش گفتیم، اینجا نظریه در علوم به معنی چیزی نیست که بتونه چندین نظریه وجود داشته. نظریه یک فرضیه ثابت شده است. نظریه در حقیقت اصله، نظریه در حقیقت علمه و نظریه در حقیقت
یک مبنای پذیرفته شده میون جامعه علمی داره. بنابراین موقعی که شما مثلا میشنوین که evolutionary theory یا نظریه تکامل در مقایسه با نظریه intelligent design، به هیچ وجه این دوتا با هم دیگه قابل مقایسه نیستن، برای اینکه یکی اولی در خلال یک مدت طولانی و از طریق روش علمی مورد آزمایش عده کثیری از دانشمندان قرار گرفته و از این بوته آزمایش سربلند بیرون اومده، در حالی که دومی فقط یک فرضیه است و نظریه نیست. راه دوم برای دستیابی انسان‌ها به شناخته‌ها تعقل و فکر کردن به یک روش روشمند در مورد ناشناخته‌ها و در نهایت یافتن توضیحی بر اساس خرد نقاد بشره که این راه فلاسفه برای درک ناشناخته ها بوده. البته این راه سومی هم هست، راه سوم راه وحی و نزول دانش از آسمان به یک فرد ویژه و منتخب صاحب وحی که معمولا خداست، که به پیامبران شخصیتی ویژه و مأموریتی ویژه برای رساندن پیامش به جهانیان رو به اونا واگذار میکنه، در حالی که اون دو روش اول و دوم در 400 سال اخیر با موفقیت‌های درخشانی همراه بودن، راه سوم در همواره در حال عقب نشینی در مقابل علم و فلسفه بوده. پیش از اینکه به دلایل موفقیت علم و فلسفه در کاوش طبیعت در پیدا کردن پاسخ برای چرایی ناشناخته ها بپردازم، دارم خود یه مقدار به این منبع آرزوی نامشهود و این میل درونی برای کشف و به چالش کشیدن مرزهای آنچه میدانیم و در کجای جهان قرار داریم بپردازم. ببینیم این میل و آرزو از کجا اومده، در درون انسان این چنین نهادینه شده. این میل و آرزو در حقیقت قرنهاست که نیروی محرکه پیشرفت‌های بشر بوده و به رهایی ما از عذاب زندگی در طبیعت کمک بسیار بسیار شایانی کرده. چرا من میگم رهایی ما از عذاب زندگی؟ برای که زندگی انسان واقعا در طبیعت همیشه همراه با عذابه. چرا همراه با عذابه؟ به دلیل اینکه هم محیط زندگی بشر و هم خود بشر نتیجه یک پروسه طبیعی تکامل جهان هستی هستن و به لحاظ شرایطی که ایجاد ماده، ستاره ها، سیاره ها، منظومه ها، کهکشان ها و زمین و در نهایت بشر به اون انجام میده، الزاماً در نظر گرفتن رفاه انسان در این روند تکاملی جهان هستی نباید ملحوظ میشه باشه. دلیلی وجود نداره که روند رفاه انسان در این پروسه تکاملی جهان ملحوظ شده باشه. در حقیقت شرایط خارج از جو کره زمین رو شما اگه بهش فکر بکنین، شرایطی بسیار بسیار خصبانه برای ادامه حیات موجودات طبیعی. به همین خاطر است که کسانی که میخوان به مسافرت‌های فضایی برن، اینا باید لباس‌های مخصوص بپوشن، شرایط بسیار بسیار سختی رو باید تحمل کنن، باید بی‌وزنی رو تحمل بکنن، باید تشعشعات بسیار بسیار خطرناک خارج از جو کره زمین رو در مقابل اونا مسئولیت پیدا کنن با لباسایی که می‌پوشن. به طور کلی فضای خارج از این لایه نازک جو کره زمین یک فضای بسیار بسیار خصمانه برای حیات بشر. بنابراین اینا دلایل این هست که چرا بشر در یک محیط بسیار خصمانه ای که هم حتی روی کره زمین هم این محیط بسیار خصمانه است و در تمام طول تاریخ بشر، حیات بشر همواره در حال این بوده که تفوق پیدا کنه، برتری بکنه و فتح بکنه این شرایط خصمانه موجود. حتی در درون همین جو روی کره زمین هم که به شما گفتم وجود همه جانور، شما جانورانی فکر کنین که در همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم در حال دریدن همدیگه هستن، زندگی سخت و عذاب‌آوری که این جانوران به همدیگه تحمیل میکنن و هر کدومشون غذای دیگری هستن. اون چیزی که میگیم در برو قویش و اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف فامال است، ما میدونیم این سلسله مراتب وجود جانوران ضعیف وجود دارن و جانوران قوی وجود دارن و همواره جانوران ضعیف‌تر خوراک و مبنای رفاه جانوران قوی تر بودن. بنابراین این دلیل که زندگی به طور کلی همراه و عجین با عذابیه که ما انسان ها به خاطر
اون فرار از این خشونت و به خاطر اینی که بتونن یک رفاه نسبی دست پیدا بکنن و یه رزق و روزی درست بکنن در درون چنین محیطی، اون قسمتی از انسانها که ژن اونا در نهایت به ما به ارث رسیده در مقایسه با اون کسانی که نتونستن از پس مقابله با این عذاب بر بیان و بازی رو باختن و برن بازندگان تاریخ شدن و نسلشون از بین رفت، اون نسلی که زنده مون تمام خاطرات و اون مهارت‌هایی رو که در این مقابله با این شرایط خصمانه محیط زندگی کسب کرد رو اونا تمام تبدیل شد به یک خاطره ما، تبدیل شد به یک خصلت‌های ذاتی ما، تبدیل شد به غریزه ما. در حقیقت اون چیزی که ما بهش میگیم غریزه کنجکاوی بشر در حقیقت این زمینه تکاملی تاریخشه. در 100,000 سال گذشته که انسان این مهارت‌ها رو به تدریج به یک خصیصه ذاتی به نام حس کنجکاوی تبدیل کرده، واقعا انسان با استفاده از نیاز بقا، یعنی اون چیزی که انسان رو محرکه انسان بوده برای اینکه به این جنگ و به این تنازع بقا، به این جنگ دائمی و این زندگی کردن و پذیرش این چالش با این شرایط خصمانه تن در بده، اون نیاز به بقا بوده و اون نیاز به بقا به این با همراه با اون قابلیت‌هایی که انسان به دست آورده برای غلبه کردن بر این شرایط، به انسان اون حس کنجکاوی رو داده که به تدریج به کشف ناشناخته‌های متعددی در روال هموار کردن راه زندگی برای انسان به دست آمده. نتیجه این کنش و واکنش با طبیعت اندازه مغز انسان رو گسترش داده و ماهیت و مرغوبیت و کیفیت ذهن انسان رو هم عوض کرده و این همین هست که شوپنهاور در یک کتاب معروف خودش به جهان میگه جهان رو به دو وجه تقسیم میکنه که دو وجه مشخص داره، که جهان به عنوان اراده و تصویر، در اون کتاب معروفش به نام جهان به عنوان اراده و تصویر که میگه که دانش ما از اون چیزهایی که در اطراف ماست تنها دانش پدیده ها در عوض دانش ذات خود اشیاء. شوپنهاور خود چیزها رو ذات اونها معرفی میکنه و اونو اراده یا یک وجدان کور و بی هدفی که توهی از هر دانشیه به اونو اطلاق میکنه که خارج از حیطه زمان و مکان قرار داره. جهان به عنوان تصور یعنی یک عینیت اراده است به موجب نظریه شوپنهاور، یعنی واقعیت اینه که او این بردگی اراده رو ریشه همه عذابهای بشر میدونه. چه اراده ای؟ او معتقده که در تمام اشکال مختلف ماده یک اراده ای به وجود داشتن وجود داره، یک اراده ای به بودن وجود داره و این اراده در قید زندگی بودن رو برای انسان‌ها تعریف می‌کنه. در حقیقت این اراده‌ای که در تمام مواد و تمام جهان هستی وجود داره، اگه جهان مادی رو با جهان هستی مترادف بدونیم، این در قید زندگی بودن هست که وجه عمده عذاب انسان میشه، یعنی بردگی اراده و اون تمایل به ادامه زندگی. او معتقده که در تمام این پدیده‌هایی که شما می‌بینید، در تمام این اشیاء، از من، از شما، از اجسامی که در طی روز ما باهاش زندگی میکنیم، اینا قبل از اینکه به وجود بیان یک اراده به وجود آمدن، اراده حیات در اینا وجود داشته که اون اراده حیات هست که ما انسان ها هم به عنوان یک قسمت از این طبیعت اون اراده رو به ارث بردیم و در تمام زندگیمون به بردگی اون اراده و تبلور اون میل درونی اراده، اون چیزی که بهش میگه که جهان به عنوان اراده تصویر. تنها اون معتقدی که شوپنهاور معتقدی که تنها تجربه زیبایی و درک زیبایی میتونه انسان رو از بردگی دائمی اراده خلاص کنه، اراده به بودن خلاص کنه، اونم فقط به طور موقتی. پس اون چه که قید زندگی به وسیله شوپنهاور و تعداد دیگه فیلسوف، نیچه هم در این مورد خیلی کار کرده، هیوم هم در این مورد خیلی کار کرده، بنابراین اون چیزی که قید زندگی تلقی میشه ضرورت به خدمت نیازهای زنده بودن قرار گرفتنه. در نتیجه در خلال به کار بردن کنجکاوی برای برآوردن این نیازها و یافتن مأمن و پناهگاه برای کم کردن عذاب زندگی در طبیعت، انسان ها به نیاز ذهنی برای
پاسخ به چرایی این عذاب. کدوم عذاب؟ عذاب زنده بودن، پرداختن. در پرداختن به پرسش از کجا آمده ایم و آمدنم بهر چه بود، به پاسخهای ممکن در حد قد و قواره ذهنی که در نتیجه زندگی و گذشته انسانی به پیچیدگی های نسبی و روش های علت و معلولی، اون چیزی که به انگلیسیش میگن causality، رسیده بود انسان درس یافت. اولین پاسخ فلسفه انسان به مبدأ پیدایش جهان پاسخهایی بود متناسب با مشاهدات علت و معلولی انسان که انسان در طول زندگی خودش این مشاهدات رو میکرد. بدین معنی که هر موجودی، انسان میدید که در زندگی هر چیزی باید دلیلی داشته باشه، هر حرکتی، هر عملی باید عاملی داشته باشه، هر موجودی باید خالقی وجود داشته باشه و توانایی خالق همیشه از مخلوق بیشتر و عظیم‌تر. این اون پدیده هست که ما بهش میگیم انتروپومورفیسم، یعنی انسان وارگی جهان، جهان رو از دید چشمای انسان نگاه کردن. گوالش این نگرش به هستی و جایگاه انسان در اون به پیدایش مذاهب انجامید که خود رو ناگهان در مقام توضیح پدیده‌های طبیعی و پاسخ به منشأ هستی و معنی زندگی ناگهان یافتن. مذاهب، البته من ناگهانی که میگم ناگهان تاریخی در ظرف یک روز و یک سال نیست، در یک پروسه بسیار طولانی مدت، ولی در نهایت در مقیاس عمر جهان هستی در مدت کوتاهی است که مذاهب به وجود اومدن. مذاهب در حقیقت تلاش مستمر و مستأصل انسان رو در برآوردن نیاز به پاسخ به منشأ جهان هستی به عرصه ظهور واقعا برده. از حدود 2000 سال پیش که مذاهب ابراهیمی سر برآوردن و معتقدینی که پاسخهای اونا رو قانع کننده و دستورهای اخلاقی اونا رو قابل اجرا میدیدن، شروع به سازماندهی جوامع خودشون در شکل تعلیم و تربیت فرزندانشون، جامعهشون و حتی جنگ و خونریزی برای اشاعه اونا پرداختن، ناگهان تاریخ چرخش جدیدی کرد. مسیحیت و اسلام در هزاره اول زندگی خودشون رابطه پدر و فرزندی به دلیل تقدم و تأخر ظهور مسیحیت نسبت به اسلام پیدا کردن. مسیحیت به دلایل تاریخی که از قابلیت به دلایل تاریخی که خیلی زیادن و بحث در موردش خیلی زیاد وجود داره، ولی میشه اونا رو به سادگی گفت که از قابلیتی که رومی ها در ساختن جاده و تا گسترش زبان یونانی در سایه شمشیر اسکندر و پراکندگی یهودیان که طلایه‌داران مذاهب جدید بودند و تسامح و تساهل بیشتر مسیحیت نسبت به سختگیری‌های مذهبی، اینا عوامل گسترش مذهب مسیحیت از درون جایی که از بتلهم زادگاه خودش به طرف پایگاه امپراتوری روم بود که همگی اینا باعث گسترش مسیحیت وسیله رومی‌ها شد. بر روی افول امپراتوری روم و ظهور اسلام در شبه جزیره عرب و تعالیم سیاسی و جهانگشایانه اسلام به گسترش اون به شرق و به غرب انجامید و سرانجام پایان امپراتوری روم و امپراتوری ساسانیان رو رقم زد. در اینجا من باید روشن کنم که قصد من به هیچ وجه بررسی دلایل فلسفی یا سیاسی یا تاریخی افول مسیحیت و ورود سرزمین‌های مسیحی نشین به عصر تاریکی و ظهور اسلام نیست که دقیقاً این اتفاق افتاد و خیلی هم بحث شیرینیه و خیلی هم در ارتباط با این یک قسم جنبه ای از این بحث امروز ما هست، ولی من نمیخوام وارد اون بحث بشم برای اینکه میخوام مشخصاً متمرکز بشم روی همون عنوان سخن امروز که چگونگی رابطه پیدایش جهان هستی بر اصلاح اسلام هست. بنابراین در اینجا هدف من بیشتر روی زمینه‌های مشترک این مذاهب در برآورده کردن نیاز تکاملی انسان در پاسخ به کنجکاوی‌هایی که در ابتدا گفتم چه شکلی از یه پروسه تکاملی در انسان ذخیره شد و تبدیل به یک قسمت غریزی انسان شد و در ذهن انسان به وجود اومد و درباره مبدأ جهان هستی و معنی زندگی می‌خوایم اینجا بپردازیم. در این رابطه میتونم بگم که فتح ایران به دست سپاه اسلام یه خون تازه در رگ‌های فکری اسلام دوانید که به این خاطر که پس از دو سده سکوت و غارت و چپاول سپاه اسلام
متفکرین ایرانی شروع به تجزیه و تحلیل مذهب اجباری جدید خودشون کردن و از قرن ششم تا قرن نهم میلادی که واقعا اتفاق خاصی از نظر روشنگری از نظر تجزیه و تحلیل های اسلامی در نه در ایران نه در دنیای عرب اتفاق افتاد، ناگهان در ایران در قرن نهم میلادی به تدریج پیشگامان فکری ایرانی کنترل کامل مکتب فکری اسلام و نحوه اشاعه اون و راه تعلیم و تربیت و توجیه اصول اون رو ایرانیا به دست گرفتن. این یک واقعه مهم تاریخی هست که من فکر نمی‌کنم هیچ کسی، هیچ مسلمانی و هیچ غیر مسلمانی اینو انکارش بکنه. مشخصا من میخوام در رابطه با نقش ابو علی سینا و فارابی که معتقد به جایگاه فلسفه، ریاضیات و علوم طبیعی در تفسیر اصول اسلامی بودن اشاره بکنم که ابو علی سینا مشخصا با خوندن متون یونانی به یه شکلی با بکارگیری خرد نقاد خودش و تلاش برای توضیح مشاهدات بر اثر کارکرد ذهن روشمند خودش این کار رو یک بدعتی رو گذاشت که در قبل از اون وجود نداشت و متاسفانه باید بگم که بعد از او هم از بین رفت. از جمله مثلا در کتاب الاشارات فی تنبیهات به کشف اصل بقای مومنتوم نائل اومد که الان یک اصل بسیار مهم در فیزیک هست. این مسئله رو، این کشف اصل بقای مومنتوم به وسیله ابو علی سینا رو به طور کلی دنیای غرب و حتی دنیای شرق نادیدش گرفته که به نظر من مبدأ حرکت جهانی ما به سمت دنیای علم مدار شد. این اصل بقای مومنتوم قابلیت توجیه دلیل حرکت دائمی اجرام سماوی رو داره. چرا؟ برای اینکه به طور کلی بدون اینکه وسایل آزمایشش رو داشته باشه ابو علی سینا، فقط با یک آزمایش ذهنی اینو گفت که اگر یک جسمی در حال حرکت باشه و هیچ نیروی مقاومی در مقابلش وجود نداشته باشه، این جسم تا بی نهایت به حرکت خودش ادامه میده. همواره انسان‌هایی بودن که حیرت داشتن در این که چطور این اجرام آسمانی رو چه کسی داره به جلو میرونه و ابو علی سینا در یک مثال ساده و یک تفکر و یک فلسفیدن در حقیقت بدون علم به این مسئله پرداخت. این نشانه نبوغ سرشار اون بود که همینطوری گفتم دلیل حرکت اجرام آسمانی یکی از دلایل بنیادی تحیر انسان برای پیدایش شب و روز بود که ابو علی سینا در ذهن خودش و در ذهن کسانی که بعد از او به این مسئله پی بردن حل کرد. این مسئله شوربختانه پس از مرگ ابو علی سینا در سال 1037 میلادی حدود 980 سال پیش این تفکرات ابو علی سینا راکد و ساکن باقی موند. ولی 12 سال بعد از مرگ ابو علی سینا یک شخصیتی در ایران به دنیا آمد به نام محمد غزالی که بعدها به نام امام محمد غزالی معروف شد که تمام عمر خودش را از زمانی که به رشد رسید و تعالیم اسلامی دید تمام عمر خودش را صرف مخالفت با تفکرات ابو علی سینا و فارابی گذاشت، مخصوصا روی استفاده اون قسمتی از نوشته‌ها و تفکرات ابو علی سینا که روی استفاده از علوم در تجزیه و تحلیل و تعبیر و تفسیر اسلام گذاشته بود و داشت واقعا سنتی رو به جا می‌ذاشت که به نظر من میتونست ابتدای روشنگری در جهان اسلام و ابتدای اصلاحات در اسلام باشه. امام محمد غزالی در اون کتاب معروف خودش به اسم تفاوض الفلاسفه یا تناقضات فیلسوفان با ردیف کردن ده‌ها ایراد به روش ابو علی سینا و فارابی در استفاده از علوم طبیعی و ریاضیات این روش رو کفر خوند و به قدری نویسنده و متفکر قهاری بود که تونست در حقیقت اون مکتب ابو علی سینا و فارابی برای استفاده از فلسفه و علم در تعبیر مذهب رو به طور کلی دیسمنتلش بکنه، از بین ببرش و به همین دلیل به امام محمد غزالی لقب اولین حجت الاسلام رو دادن به خاطر کار بزرگی که برای اون تعبیر مرتجع از اسلام و ضربه بزرگی که به شروع جریان اصلاحات در اسلام زد. غزالی در حقیقت با این کار پایانی به عصر طلایی اسلام که بین قرن 9 تا 11 هر تاریخی به هر کتابی که شما مراجعه کنید درباره تاریخ اسلام و تاریخ مذاهب
اون گلدن ایج اف اسلام یا اون قرون طلایی اسلام بین قرن نهم تا یازدهمه که در حقیقت با ورود محمد غزالی به صحنه پایان عصر طلایی اسلام به وجود میاد و پس از اون دنیای اسلام واقعا در قعر تاریکی فرو میافکنه. منتها در از اون طرف در عوض این کاری که امام محمد غزالی در دنیای اسلام و مشخصا در ایران کرد، افکار ابوعلی سینا در قلمرو اسپانیا که تا به قلمرو اسلام که تا به اسپانیا ادامه پیدا میکرد، مشخصا در شهر کوردوبا به دست یک متفکر اسلامی دیگه به اسم اورس که به انگلیسیش میگن اورس و اسمش ابن رشد بوده رسید که واقعا ارزش اونا رو فهمید و اون تفکرات ابوعلی سینا و فارابی رو گرفت و بستشون داد و زمین ساز تفکرات روشنگری در اروپا شد. مشخصا پیر سیمون لپلاس این عقایدی که از بست ایده بقای مومنتوم گرفت و بستش داد به اصل بقای اطلاعات که یکی از اصول بسیار مهم علمه. خب در اینجا با همین تاریخچه مختصری که من گفتم ما به خوبی میبینیم که هر حرکتی که در جلو ارضاء کنجکاوی بشر برای پاسخ پیدا کردن و اونم پاسخهای مدرن به اون پرسش طلایی منشأ جهان و معنی زندگی، هر مانعی که در این راه ما بسازیم رشد انسانها و جوامع و مسیر تکاملی اونها رو متوقف میکنه و میبینیم که دقیقا این اتفاق در از در حداقل در 2000 سال گذشته، اگر نه در گذشته دورتر هم این اتفاق دقیقا افتاده. ابن رشد یک ردیه‌ای بر کتاب امام محمد غزالی، کتاب تحافظ الفلاسفه نوشت به نام تحافظ الالتحافظ، یعنی تناقضات تناقضات، یعنی اون تناقضاتی که امام محمد غزالی لیست کرده بود و نوشته بود و اعتراضش به طرز تفکر و استفاده از علم و فلسفه در تحلیل اسلام بود از جانب ابوعلی سینا رو، خود اونا رو ابن رشد تناقض خوند و در ردیه کتاب اون تونست که به موفقیت بزرگی دست پیدا بکنه که زمینه رو برای انتقال روشنگری از دنیای اسلام به اروپا فراهم کرد. در حقیقت میشه قرن دوازدهم رو موقعی که دنیای اسلام به وسیله قدر قدرتی افکار غزالی با علم و فلسفه و با برهان و خرد نقاد خداحافظی کرد و اروپایی‌ها این فرزند طلایی ایران رو، فرزند طلایی تفکرات پیشگامان فکری ایران رو به خوشحالی با خوشحالی تمام دریافت کردن و بال و پرش دادن و در نهایت باعث شد که اونا این رو براش یک مأمن، یک جایگاه بسیار خوبی درست بکنن که اروپا یک مهماندار بسیار خوبی برای افکار متفکرین اسلامی قرن دوازده ایران بود. برای تعجب‌آور نیست که در کشورهایی که این همه پیشرفت مثلا ما داریم می‌بینیم در اروپا و امریکا که میراث‌خوار متفکرین فکری ما بودن، به همراه این تفکرات فلسفی، به همراه این روش‌های نوین برخورد و تجزیه و تحلیل جهان و پرداختن به اون مسئله بنیادی پیدایش جهان از کجا آمدیم و به کجا می‌رویم، همینطور که این مسئله به این شکل به حیات خودش ادامه داد، این روش، این سنت به حیات خودش در اروپا ادامه داد، به همراه خودش همه جنبه‌های دیگه زندگی، نه تنها فقط مذهب رو، بلکه طرز تفکر، سلامتی، رفاه و همه جنبه‌های زندگی رو با خودش متحول کرد. در حقیقت رابطه بین رنسانس قرن 14، جنبش اصلاحی کلیسا در قرن 15، روشنگری قرن 17 و انقلاب صنعتی قرن 18 یک گواه قوی برای این، برای طلایی بودن اون سوال و بنیادی بودن پرداختن به پرسش چگونگی پیدایش جهان هستی و که از اون طریق، از پرداختن به اون مسئله و فرار نکردن از عظمت این مسئله و قابلیت این مسئله برای رهایی انسان از این عذاب دائمی مقابله با طبیعت، ما تونستیم یه رابطه متقابل علم با فلسفه، جامعه شناسی، علوم سیاسی، مذهب و محیط زیست به دست بیاریم. شما اگه نگاه کنین به لیست دستاوردهای بزرگ غرب به طور کلی در ظرف 600 سال گذشته از 1400 که
گوتنبرگ دستگاه چاپ رو درست کرد تا نیکولاس کوپرنیک که برای اولین بار گردش زمین به دور خورشید و خورشید محور بودن حرکت سیارات رو کشف کرد، رنه دکارت، نیوتن و اینا همگی رنسانسی رو شروع کردن که در ادامه راهشون انقلاب صنعتی و تشکیل لیبرال دموکراسی رو به دنیا آورد، به دنبال خودشون آوردن. مشخصا همونطور که گفتم کشف خورشید محوری کوپرنیک در 1508 در منظومه شمسی یک مشاهده بسیار ساده ای به وسیله دستگاه بسیار ساده ای که حتی تلسکوپ هم نداشت در اون موقع کرد و در کنار اون اختراع ماشین چاپ به وسیله گوتنبرگ در سال 1440 دو تا دستاوردی بودن که همراه با اون تفکرات فلسفی همونطوری گفتم علم و فلسفه دو تا واقعا اسب به جلو برنده و نیروی محرک تمام پیشرفت‌های بشری بودن برای اینی که ما به این نیاز طبیعی و این غریزه ذاتی خودمون برای پاسخ پیدا کردن به پرسش از کجا آمده ایم و به کجا می رویم جواب بدن. این دوتا هم دستاورد کوپرنیک و هم دستگاه چاپ گوتنبرگ دستاوردی هستن که عمیقاً در اون مسئله اعلامیه 95 تز مارتین لوتر اثر گذاشت. در حقیقت میشه فرض کرد که یه آدمی مثل مارتین لوتر، یه کشیشی مثل مارتین لوتر موقعی که میبینه که بشر داره با دستاوردهای علمی پیدا میکنه که اون حکم الهی کلیسا برای زمین محور بودن جهان رو داره با دلیل و برهان و گواه و شاهد علمی داره رد میکنه، ناگهان به خودش این شهامت داد و این جرأت داد که یک جنبه های دیگه از مذهب کاتولیک رو هم مورد سوال قرار بده و در حقیقت اختراع تلسکوپ به وسیله گالیله در 1609 که واقعا ستاره شناسی رو دچار تحول کرد، این هم دیگه یک میخ آخری بود بر اون تابوت برتری و قدر قدرتی کلیسا و امپراتوری روم که در همون که میتونی گفتم در اعلامیه 95 تز مارتین لوتر متبلور شد و فهم اون چیزی که به ما واقعا یه فهم فضای ماورا زمین و درک پیدایش جهان هستی رو به ما داد. این نقش بسیار بسیار اساسی در به چالش کشیدن مرجعیت علمی، یعنی واتیکان به عنوان مرجعیت علمی و مرجعیت روحانی و امپراتوری روم به عنوان امپراتوری کلیسا به عنوان مرجعیت سیاسی، به هر دو واقعا اثر گذاشت. این اکتشافات و اختراعات واقعا تاثیر بسزایی در شکل گیری ذهن همه نخبگان عصر روشنگری، نه فقط در ذهن اون ستاره شناسا و منجمین، بلکه آدمایی مثل شکسپیر، تامس هابس، جان لاک، مونتسکیو، ولتر و روسو که اونم اینا همه کسانی بودن که انقلاب فرانسه از افکار اینا نشأت گرفت و الهام گرفت. واقعی اصلاح کلیسا که به وسیله مارتین لوتر در 31 اکتبر 1517 روی داد واقعا یه مقداری سزاوار یک بازبینی دقیق تریه. براشفتگی لوتر از این بود که پاپ لئو دهم برای ساختن یک قصر بسیار باشکوه در سن پیتر زیر عنوان سنت ایندالجنس یا بخشش مارتین لوتر رو واقعا براشفته کرد که اون 95 مورد رو در رفتار کلیسا و در مذهب مسیحیت پیدا کرد و اونا رو در مورد انتقاد فلسفی خودش قرار داد، به خودش شهامت داد که مورد انتقاد فلسفی خودش قرار بده، برای اینکه دیده بود که کاخ قدر قدرتی قابلیت تحلیل علمی از جهان هستی و قابلیت ارائه دانش از جهان هستی به وسیله حرکات دانشمندان و مشاهدات دانشمندان در قبل از اون فرو ریخته بود و کوپرنیک و گالیله و گوتنبرگ نشون داده بودن که واقعا دانش در جای دیگری هست و مذاهبی که از شکل وحی به انسان‌ها نازل شدن قابلیت ارائه دانش ندارن، حتی درباره ابتدایی‌ترین مسائل از قبیل اینی که کی به دور کی میگرده، زمین به دور خورشید میگرده یا خورشید به دور زمین میگرده عاجزن. و این اعلامیه 95 تز خودش رو به در نمازخونه دانشگاه ویتنبرگ وضع کرد که در میون این 95 تز لوتر اعتراض به همون سنت ایندالجنس یا بخشش، اعتقاد به نجات از راه ایمان که هنوزم ما می‌بینیم در اسلام هنوز این اصول بسیار
قوی و با صلابت دارن به پیش میرن و اسلام به هیچ وجه نتونسته اون 95 ایرادی رو که مارتین لوتر 500 سال پیش به مسیحیت گرفت و تونست مسیحیت رو اصلاح بکنه، هنوز یک پرچمداری برای اصلاح اسلام بیرون نیامده که بتونه این کار بکنه. یه سنت دیگه که مورد اعتراض اون قرار گرفت تقدیس کشیشا بود، یا تقدیر رو تقدیر از کشیشان، و اینا تمام مواردی بود که الان می‌بینیم در مذهب اسلام همه اینا از مسائل مشکلات، جنبه های مشکلات، مشکل سازه که اسلام هست که احتیاج به اصلاحات داره. این آغاز عصر اصلاحات یک مذهب بزرگ بود، این کاری که مارتین لوتر کرد و در پی دنیای مسیح و در پی این کاری که کرد واقعا دنیای مسیحیت رو به موتور اکتشافات و اختراعات شگفت‌آوری تبدیل کرد که واقعا جهان ما رو متحول کرده. جنبش اصلاحات اولین ضربه کاری رو به تقدس مذهب وارد کرد و جهانبینی انسانها رو دچار دگرگونی کرد، از جمله قوانین مادی در مقابل قوانین الهی و باور دستاوردهای علمی، به ویژه علم فیزیک، زیست شناسی و ستاره شناسی و ریاضیات رو ولیدیتش کرد، بهشون اعتباری داد. کسانی که میل به شناخت دنیای طبیعی رو داشتن یک بستر مطمئنی برای رشد این تفکر بر اساس انقلاب ذهنی یافتن. ناگهان چالش تعصب همه چیز از خدا میاد ناگهان شروع شد و خوشبختانه ما 500 ساله که دنیا به ما اجازه میده که بگیم که شواهد علمی وجود داره که این همه چیز از خدا میاد همه یک تعصبه. ما میدونیم که انقلاب صنعتی هرگز به ایران نیامد، اما سوال اینه که رنسانس و روشنگری چی؟ ما هرچند که بزرگانی مثل عمر خیام در قرن 11 هم داشتیم که رباعیاتی می‌سرود که مذهب زهد و ریای روحانیون رو به چالش می‌کشید، ولی یکی دو نویسنده مثل عمر خیام و احمد کسروی که انتقاداتی به شیعه‌گری و خرافه پرستی ارائه دادن و به اصالت ذهن و جهان بینی انسان محور تاکید ورزند، ولی این دو با این دو تا گل به قول معروف ما بهار نشد و این تفکرات به آدمای عادی منتقل نشد متاسفانه و شوربختانه، و در همگانی کردن، یعنی پیشگامان فکری ما در همگانی کردن پیام روشنگری بیش از حد یا محافظه‌کاری کردن یا کنذهنی کردن یا کمکاری کردن. به هر دلیل بیشتر پیشگامان فکری ایران که تحصیل کرده هایی که به اروپا می رفتن و در اروپا با این مفاهیم و با این افکار ناآشنا می شدن، بیشتر دنبال تبدیل شدن به کنشگر سیاسی بودن تا همراهی و درک پیام روشنگری در قرن 20 که واقعا همین امر باعث شد که در سال 1979 انقلاب ایران به دنبال همین فقر فکری روشنفکران ما وجود بیاد. در حقیقت کمبود روشنفکرانی مثل همونطوری که گفتم مثل شوپنهاور، نیچه، دکارت، ولتر و روسو سپهر روشنگری ایران رو در دو قرن گذشته واقعا تاریک کرده و این روشنفکران ما نتونستن اون پوشش فرهنگی فلسفی لازم برای سیاست‌های دوران پهلوی رو فراهم بکنن و فضای فرهنگ کشور رو برای جولان تنها فلسفه موجود که اسلام بود خالی گذاشتن. تفوق فلسفه اسلامی در انقلاب 1909 همونطوری که همه ما به خاطر میاریم محصول خلأ روشنفکری صحنه فلسفی ایران بود که به وسیله عوام فریبان مذهبی و دوگماتیست‌های مارکسیست متحد اونا پر شد. از این عدول واقعا وظیفه تاریخی ما چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ نتیجه ما اینه که حمایت همه جانبه از علوم به عنوان مرجع و متد قابل اعتماد برای پی بردن به حقایق هستی، چه اجتماعی و چه مادی، اون چیزیه، اون رسیپی طلایی، اون دستورالعمل طلایی که تا به حال پیشگامان فکری ما در ایران انجام ندادن و دقیقاً این اون کاری هست که اون کلیدی هست که به این قفل بسته مسافرت ما به طرف رهایی و به طرف تشکیل یک جامعه آزاد میتونه کار انجام بده. ما امروز در آستانه یک انقلاب علمی عظیم دیگری هستیم قابل مقایسه با اون کاری که کوپرنیک و گالیله و تیکو براهه کردن، که نظیر این انقلاب عظیمی که داره اتفاق میفته رو در تاریخ هم ندیدیم، حتی بسیار درخشانتر از اون مرحله قبلی. شواهد چگونگی شروع جهان هستی رو الان بشر پیدا کرده و به نتیجه غیر قابل انکار عمر جهان که تقریبا
ما اندازه گرفتیم حدود 14 میلیارد سال هست رسیده. در مدلی که چنین دستاوردی داشته، در یک دیسیپلینی علم که همچین دستاوردی داشته، واقعا ما میبینیم که جایی برای وجود خدا نیست. بدون وجود خدا ما میتونیم همه ناشناخته ها رو پیدا بکنیم، حتی ناشناخته هایی که برمیگرده به گذشته. ما الان قابلیتی پیدا کردیم که حتی از گذشته اطلاع به دست بیاریم. اتفاقاتی که در گذشته انجام شده و تمام شده رو ما میتونیم امروز روز باهاشون بهشون دسترسی پیدا کنیم و از اونا مطلع بشیم. من به سرعت سعی میکنم سخنان خودم به پایان برسونم، ولی اینجا لازم هست بگم که ما در شاعران و فیلسوفان و نویسندگان بزرگی داشتیم که به هیچ وجه قصد انکار شخصیت اونا، قابلیت هنری اونا در چند هزار سال گذشته نیستم. نامهای نظیر مولانا، حافظ، سعدی، نظامی، شهریار، نیمای نوشیج، رهی معیری که واقعا جواهرات درخشانی هستند در آسمان ادب و شعر فارسی، ولی بیشتر این نویسندگان و شاعران در نقش فیلسوفانی ظاهر شدن که بیشتر وقت حرفه‌ای خودشون رو گذاشتن روی تعبیر و تفسیر و تحکیم مبانی اسلام و سنت پیغمبر. متاسفانه در اینجا باید خاطرنشان بکنم که تاریخ باستان ایران هم مکاتب فلسفی پیچیده مثل زرتشتی و مانوی و مزدکی و زروانی داشته که اندازه کافی مدارک ازش هست که ما بدونیم که ما تمدن قبل از اسلام هم داشتیم. منتها پس از حمله اعراب، همونطوری که گفتم، ابن سینا به تنهایی با تحلیل نقش کلام، اون فلسفه‌ای که الان در غرب هم در دنیای کاتولیک ازش استفاده میکنن، بهش میگن کلام سکول و فیلسوفی، که اول سینا به تنهایی رو پای گذاشت و تلفیق فلسفه ارسطویی و نوافلاطونی، مکتب جدیدی رو در عصر طلایی اسلام تونست رقم بزنه. همونطوری گفتم در قرن 12 ابن سینا مبانی فلسفه افلاطون رو با یک فرضیه جدید ماهیت روح و جدال ذات و هستی و نظریه اینرسی بقای مومنتوم که همونطوری گفتم ارائه داد که در نهایت به اروپا راه یافت و پایه‌گذار قوانین فیزیکی نیوتن و کپرنیک و کپلر شد. این نظریات ابن سینا به ویژه در پاریس در سالهای اطراف 1210 از طرفداران بسیار زیادی برخوردار بود. روانشناسی ابن سینا و نظریه دانش او و شخصیت فکری او افراد بسیار بزرگی رو در اروپا مثل ویلیام آورنه و آلبرتوس ماگنوس و نظریات متافیزیکی افکار آدمایی مثل تاماس اکوینس که یکی از بزرگترین فیلسوفای مسیحی هست رو تشکیل داد. ابن سینا همونطوری گفتم نظریه حرکت رو، حرکت ارسطویی رو نقد کرد و گفت که حرکت اونطوری که ارسطو بهش یک حالت غیر عادی ماده میگه واقعیت نداره، به خاطر اینکه ارسطو قابلیت درک نیروهای اصطکاکی در مقابل حرکت رو نمیفهمیده و در غیاب یک محرک میشه به این فکر کرد که اشیاء برای ابد به حرکت خودشون ادامه بدن، و چون حرکت رو وجه مشخصه همه موجودات زنده و موجودات نه تنها زنده، هر موجودی که وجود داره به موجب این تفکر ابو علی سینا حرکت میکنه، هیچ موجودی که وجود داره نیست که حرکت نکنه، و این یک درک بسیار درخشان بود از طرف ابو علی سینا و اینی که چطور حرکت ادامه بده، ولی حرکت با موجودیت عجینه و قابلیت حرکت رو واقعا از اون خالق ابو علی سینا گرفت. به همین خاطر بود که امام محمد غزالی کمر دشمنی با ابو علی سینا رو بست، و این معنی حرکت به معنی تغییر در مشخصات زمانی و مکانی که به یک عامل خارجی نسبت میداره، این عامل نهایی خارجی رو که فلسفه یونانی کرده بود مبنای تشکیل خدا و تشکیل و وجود خدا و وجود خدا رو در بین همه مذاهب غیر ابراهیمی و مذاهب ابراهیمی تونسته بود جا بندازه به عنوان این بحث، ابو علی سینا صندلی رو از زیر این تفکر کشید و این نظریه عامل و معلول رو که وسیله ارسطو، اسپینوزا و لیبنیس درست شده بود به وسیله، یعنی در حقیقت اصالت اصل دلیل کافی رو ازش گرفت. اولین کسی که این نظریه همونطوری گفتم ابو علی سینا رو نقض کرد همون امام محمد غزالی بود که گفتیم چه صدمه‌ای به پیشرفت علم در کشور ما زد، ولی منتها ما با دوباره بازخوانی و مرور دوباره به این مسئله میتونیم جلوی اینی که یک بار دیگه تاریخ خودش رو تکرار بکنه
و ما از این قافله اصلاح اسلام و قدم گذاشتن به دنیای روشنفکری و دنیای دموکراسی و آزادی جلوی ما رو بگیریم میتونیم از این اجتناب بکنیم. مهم یک نکته بسیار مهم دیگه ای که ابو علی سینا بهش پرداخت و واقعا ما تازه امروز فهمیدیم که در دنیای علم چه معنی و چه بازتاب عمیقی در درک ما از حقایق جهان هستی داره، متقارن بودن زمانی معادلات فیزیکیه. که یعنی اگر ما یک اون اصل بقای مومنتوم ابو علی سینا رو بگیریم و این قابلیت برگرداندن زمان رو در معادلاتی که در رابطه با این اصول می‌نویسیم، اگر این قابلیت رو تمرین بکنیم، بعد میتونیم از حقایقی که امروز داریم، امروز رو به گذشته متصل بکنیم، از گذشته دانش کسب بکنیم. و این یک کشف بسیار درخشانه که در حقیقت بر اساس این اصل، بر اساس این متدولوژی هست که ما در نهایت به کشف و درک شروع جهان هستی از طریق مهبانگ و بیگ بنگ رسیدیم. حقیقتی که هنوز قسمت عمده ای از فرهنگ عامه ایرانیان نیست و این یک بدبختی بسیار بزرگه، یک شوربختی بسیار بزرگه که با وجود اینکه پایه‌گذار علمی که این دستاورد و به دست آورد یک ایرانی بود، هنوز این اصل علمی، هنوز این فرهنگ علمی در درون کشور خود ابو علی سینا نهادینه نشده و کار درخشان ابو علی سینا و نه تنها ابو علی سینا، شهاب الدین سهروردی در اون کتاب حکمت متعالیش و ملا صدرا و کتاب و مکتب حکمت اشراقش، این راه یه مدتی ادامه پیدا کرد ولی قطع شد به وسیله عالمین دیگه از قبیل امام محمد غزالی. پس از تسلط شیعه‌گری در ایران، در ایران صفوی مخصوصا، سپهر روشنفکری و فلسفی در ایران واقعا در اشغال متفکرین و شاعران درآمد که متاسفانه یا خوشبختانه با زیبایی و پیچیدگی اعجاب آوری که از زبان فارسی و تسلط خودشون به زبان فارسی داشتن، مبانی فقه، دین اسلام و سنت پیغمبر رو موضوع اشعار خودشون و نوشته‌های خودشون قرار دادن. مثلا نظامی گنجوی که در قرن 12 شعر معروفی داره، میگه که ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش. یعنی اینکه ببین چقدر این شعر زیباست در درجه اول، ولی در درجه دوم میگه که هر آنچه که از خداوند نشأت نگرفته باشد رو انکار میکنه و وجود نداره. یه مثال دیگه‌اش علی شریعتی که در قرن 20 در یک سری سخنرانی و کتاب حقانیت اسلام رو به عنوان یک الهیات رهایی بخش، اونم با یک زبان شیوا، اونم با یک نثر پرقدرت و با بهره‌گیری از آشنایی که به فرهنگ اروپایی‌ها داشت، برای ایرانی‌ها به ارمغان آورد. برعکس نظامی حالا که اصل روشنگری قرن 18 ندیده بود، شریعتی با دوستایی داشت مثل ژان پل سارتر و میشل فوکو که همشون محصول جامعه پسا روشنگری اروپا بودن و تأثیری که اونا روی شریعتی گذاشتن واقعا حیرت انگیزه. تأثیر منفی روشنگری که نوید رهایی انسان‌ها رو به تکیه بر قابلیت درک از قوانین جهان هستی میداد، نتوانست جاذبه اسلام رو برای شریعتی‌ها کاهش بده و او و بسیاری دیگه نظیر او در تاریخ معاصر ایران تبدیل به جاده صافکن انقلاب اسلامی شدن و قابلیت و اون رسالتی که داشتن به خاطر اون جایی که بودن و اون چیزایی که یاد گرفتن، رسالتی که در اصلاح اسلام داشتن به خاطر دانشی که در اروپا از عصر روشنگری به دست آوردن، رو اون رسالت رو به دور انداختن و دنبال فعالیت سیاسی رفتن. شوربختانه از جمال الدین اسدآبادی و از قبیل علی شریعتی کم ما نداریم. جمال الدین اسدآبادی، مهدی بازرگان، جلال آل احمد، احمد فردید، سید حسن نصر، احسان نراقی، الهی قمشه، تمام اینا استعداد و هم مقام خودشونو به خدمت دشمنی با غرب و دستاوردهای روشنگری گذاشتن. این قابلیت اصلاح اسلام برای اینا هیچ نوع جذابیتی نداشت و هیچ تلاشی برای همگام کردن پیام بنیادی روشنگری در ایران نکردن. پیام گویای روشنگری که واقعا قابلیت انسان‌ها بر حصول آگاهی بر اسرار و پیدایش جهان هستی بود، همونطوری که دیدیم دیگران رو نجات داد، در مورد ایرانیان بر زمین موند و در حالی که این متفکرین سرمست از باده کشف مضرات غرب زدگی و کشف راه‌های مبارزه با عوارض روشنگری، به جای اشاعه پیام اون، عمر حرفه‌ای خودشون صرف خدمت به فرهنگسازی اسلام انقلابی کرد. آیا این امکان وجود نداشت که ایران واقعا بتونه، این متفکرین ایرانی بتونن هم
اسلام رو اصلاح بکنن و هم ایران رو از مضرات انقلاب اسلامی محفوظ بدارن؟ اگه روشنفکران ما چنین استعداد شگرفی به غرب ستیزی از خود بروز نمیدادن، در حالی که از درک پیام ساده روشنگری باز مونده بودن، این اتفاق برای ایران نمیافتاد و هم مذهب ما اصلاح میشد و هم کشور ما از یک خطر بزرگی نجات پیدا میکرد. همونطوری که ما دیدیم در اروپا، اون کشوری آلمان، کشور مارتین لوتر، که وظیفه اصلاح مسیحیت، وظیفه اصلاح کاتولیک رو، مذهب کاتولیک رو به دوش گرفت و از قبل اون لیبرال دموکراسی هم به دنیا اومد، این دو تا وظیفه رو همزمان، به طور همزمان آلمانی‌ها با هم دیگه انجام دادن، اصلاح مذهب و رفرم کردن و مدرن کردن ساختار سیاسی قدرت. این دو تا کاری که آلمانی‌ها با هم دیگه انجام دادن بهشون جایزه بسیار بزرگی داد که آلمان رو تبدیل کرد به قطب اقتصادی، فلسفی، هنری، سیاسی، ورزشی اروپا، که هنوزم که هنوزه واقعا یک ابرقدرت فکری و تکنولوژیک و علمیه. ایران هم میتونه، الان ایران در شرایطی قرار داده که تاریخ ما رو به اون مرحله آورده، به اون چهارراهی آورده که ما هم روی دوشمون هم اصلاح یک مذهب و هم اصلاح مدرنیزاسیون ساختار قدرت قرار گرفته. یعنی رسالتی که رودوش آلمان بود 500 سال پیش، الان رودوش ایرانیانه و ما به وسیله این تبادل نظرهایی که میکنیم و پرداختن به دلایل اینی که اونها تونستن و ما هنوز نتوانستیم، میتونیم به همدیگه کمک بکنیم که ما بتونیم. من فکر میکنم که ایران و ایرانیان دارن اون قابلیت‌های فکری، ذهنی، انسانی رو که بتونن از پس هر دوی این مسئولیت به طور همزمان بر بیان. و اگر ما بتونیم این مسئولیت رو به رسمیت بشناسیم و هر دوشو بتونیم به طور همزمان هم از همدیگه جدا سازی کنیم، هم به هر دوتا اصلاحات و مدرنیزاسیون رو بیاریم، ما میتونیم از این شرایطی که درش هستیم نجات پیدا کنیم، هم اسلام رو کمک به اصلاحش بکنیم و هم ایران رو نجات بدیم. خیلی متشکرم. با تشکر آقای دکتر، درست سر ساعت سر ثانیه زمان بندیتون واقعا خوب بود. ما الان یه 5-6 دقیقه تنفس میدیم. کسایی که میخوام برم چای چیزی بردارن و اینا، لطفاً کسایی که سوال دارن یا نظر دارن، اون قسمت پارتیسیپن دست خودشون رو بلند بکنن و من اسمشون رو یادداشت میکنم و بعد از 5-6 دقیقه به سوال‌ها و نظرها و اینا می‌پردازیم. آقای مشتبه مشعشعی بفرمایید. بسیار خوب آقای دکتر کنگرلو، از سخنرانیتون واقعا لذت بردم و فکر میکنم یکی از سخنرانی‌هایی بود که حداقل منو به فکر داشت. من خودم فکر میکنم که به اصطلاح تفکر علمی دارم و خب رشته تحصیلیم هم علمی بوده، فیزیک و این مقدار به مقداری، نه به اندازه شما، به متدولوژی علمی آشنا هستم. اولین سوالی که برای من مطرح میشه قبل از اینکه نظرم رو مطرح کنم، فرق بین متدولوژی علمی و متافیزیک رو برای ما توضیح بدید. این سوالمه و نظرم هم اینه که دوران فلسفه به نظر من از زمانی که فلسفه علم یا متدولوژی، از زمانی که علم پایه‌گذاری شد و متدولوژی علمی مورد نظر قرار گرفت، دوران فلسفه به نظر من تموم شد و فلسفه، حتی دیسکورس و شیوه گفتاری هنوز استفاده میکنه که ما قبل علم و بیشتر متافیزیکال و صحبتایی که میکنه در تعاریفی که
از بسیار لغات و شیوه گفتاریش استفاده میکنه بیشتر جنبه‌های مذهبی توش داره و خب این به اصطلاح قاطی میکنه مسائل علمی رو. یعنی که فکر میکنم که فلسفه از این نظر دورانش تموم شده. یه خوبی که علم داره این هست که هر زمان همونطور که خودتونم گفتین یک پدیده رو به آزمایش میذاره و جوابی ازش نمیگیره به اصطلاح به نتیجه نمیرسه راحت روش رو عوض میکنه، سوالات جدیدی مطرح میکنه و پیش‌فرض‌های جدیدی و اگر درست بود به نتیجه رسید و میگه خب این الان کار میکنه. بعد تا اگر یک بار همین کار نکنه من این اندیشه رو میندازم دور و یک چیز جدیدی میسازم. خب این به نظر من روش علمی است که خب یه سوال دیگه هم اینو دارم که آیا تمام روشن فکران ایران یا الیت که میخوان به اصطلاح جامعه سیاسی ایران رو تشکیل بدن احتیاج دارن این به اصطلاح روش خودشون عوض بکنن یا اینکه نه این باید به تمام مردم اشاره پیدا کنه؟ مرسی. در رابطه با مسئله فلسفه باید بگم که اینطوری که شما درباره فلسفه حرف زدین خیلی از دانشمندان امروز هم درباره فلسفه همین حرف میزنن، مشخصا آدمایی مثل لارنس کراوس در مورد فلسفه میگه که وقت فلسفه گذشته و فلسفیدن دیگه از فیزیک عقب افتاده. من اینجوری معتقد نیستم. من اگه شما افکار شوپنهاور رو بخونین مخصوصا تو همون کتاب معروف دنیا به عنوان تصور و اراده که این ترجمه خوبی نیست با وجود من تو ایران این کتاب ترجمه های بسیار زیادی شده، این کلمه رو ترجمه بسیار متفاوتی کردن، اسم عنوان آلمانیش هست Die Welt als Wille und Vorstellung که یعنی دنیا به عنوان جهان به عنوان اراده و تبلور اراده به شکل ماده، این اون چیزی که به عنوان تصویر قلم داشته. حالا من یک مقداری از حرفای شوپنهاور رو برای شما میگم که چی فکر میکنه، بعد شما بگیم به من که وقت. حالا تازه شوپنهاور فیلسوف معاصر هم نیست، شوپنهاور به طور کلی این یک فیلسوفه که به دنیا اینجوری فکر میکنه، میگه که اجسام در این دنیایی که ما هستیم یک تبلوری دارن، این کتاب، این میز، این اشیایی که روبروی شما هستن یک جایی رو اشغال میکنن و اون جایی رو که اینو اشغال میکنن در همون زمان نمیتونه به وسیله یک جسم دیگه اشغال بشه. بنابراین اگر اجسامی وجود دارن که قابلیت اینو دارن که در یک زمان یک مکان رو اشغال بکنن، اون اشیا از هم دیگه قابل تفکیک و مجزا کردن و از هم دیگه قابل تمایز نیستن و اون در این دنیایی که ما هستیم که در حصر زمان و مکان خودمون هستیم اون اشیا تبدیل به یک شیء میشن. بنابراین اشیا یا باید در دو زمان مختلف یک مکان رو اشغال بکنن یا در یک زمان دو مکان مختلف رو. بعد این تمام اینا رو از نظر فلسفی میگه و میگه که بنابراین در این دنیا این یک محدودیتی که دنیای زمان و مکانی ما به اشیایی که میخوان تبلور مادی داشته باشن تحمیل کرده. میشه دنیایی رو تصور کرد که در اون دنیا میتونن اشیا از هم دیگه قابل تفکیک نیستن به این شکلی که نتونن در طور همزمان زمان و مکان رو اشغال بکنن، یک زمان و یک مکان رو اشغال بکنن. در اون جهانی که ورای این جهان هستی ما هست، در اونجا یک شعوری، یک هستی وجود داره که اون هستی این واقعیتی که در درون هست جهان ما هست که اراده‌ای برای متبلور شدن مادی اشیاء هست که این اشیاء رو بهشون حیات مادی میده، این اراده در خارج از این زمان به این محدودیت رو نداره که تبلورهای مختلفش در یک زمان نتونن یک مکان رو اشغال بکنن. این نزدیکترین حرفیه که شوپنهاور
نسبت به مثلا موجودی به نام خدا میزنه. ما امروز 200 سال بعد از این افکاری که شوپنهاور ارائه داده، ما تازه تو دنیای فیزیک رسیدیم به این که راست میگفته شوپنهاور. ما الان به این جنبندی رسیدیم که جهان به طور اون چیزی که ما فکر میکردیم ویف پارتیکل دوالیتی یا دوگانگی ماده و امواج که دو تا تبلور مختلف حقایق جهان هستن، همچین دوگانگی وجود نداره، همچین دوالیتی وجود نداره و ماده‌ای در جهان وجود نداره. این چیزی که ما به عنوان ماده میبینیم در حقیقت تبلور خاصی از امواج هست که نمایندگی میکنن اون ماده رو، و چون ما قابلیت نوشتن تابع موج اشیاء رو، تمام اشیاءی که میبینیم و باشون در تماس هستیم و نداشتیم، قابلیت این از نظر ریاضی و از نظر علمی قابلیت اینی که اشیاء رو وسیله امواج، وسیله تابع موج، وسیله ویو فانکشنی نمایندگی بکنیم که بعد از تداخل این ویو فانکشن ها و کلاپس و فروریزی این ویو فانکشن ها، این تبلور مادی که ما میبینیم که کتاب و دوربین و تلویزیون و کامپیوتر برای ما متصور میشه، ما 200 سال بعد از این فلسفه ای که شوپنهاور به ما ارائه داد در کتاب جهان به عنوان اراده و تصویر، تازه ما با فرمول ریاضی و با هزاران اختراع مختلف نشستیم. بنابراین نمیشه قابلیت های ذهن انسان رو کم دست کم گرفت. من خودم در رشته که کار میکنم که واقعا کار من این روزا مطالعه ساختار ذهن انسان هست و این آرشیتکت ساختار ذهن انسان چه شکلی هست، که این به چه شکل این ذهن انسان قابلیت کپی برداری از واقعیت داره و اون تصویری که از واقعیت در ذهن ما درست میکنه، دقیقاً به نظر میرسه که همون حالتی رو که شوپنهاور میگه درباره تبلور دوگانه ماده و اراده، در ذهن ما هم همچین ساختاری وجود داره و این ساختار شبکه‌های ذهنی ما به ما این قابلیت داده که با اراده رو تبدیل به تصور بکنیم. ما انسان‌هایی هستیم که میتونیم چشممون رو ببندیم و تصور چیزی رو بکنیم که دقیقاً در مقابل ما وجود مادی نداره. این قابلیت تبدیل، یعنی تنها جایی که شوپنهاور میگه در این جهان هستی ما یک کره‌ای داریم که این کره هستی کره واقعیات، شما اگه در مرکز این کره وجود داریم میتونیم بگیم کره دانش، این کره دانش شما اگه در مرکز این کره داشته باشین از دانش بسیار کمی برخوردارین. اگر همینطوری که به طرف سطح خارجی این کره حرکت میکنین، تا زمانی که به سطح کره برسین در اون رابطه درباره اون موضوعی که داشتین حرکت میکردین، داشتین پژوهش میکردین، داشتین اطلاعات به دست میوردین، موقعی که به سطح این کره برسین به حد اکثر دانش رسیدین. حالا اگر در درون واقعیت باقی بمونین و این سطح رو یه مقداری به بیرون هولش بدین، یک اکتشاف جدیدی، اختراع جدیدی کردین. ولی لازمه این اختراع جدید اینه که شما این تمام شعاع این کره رو طی کرده باشین و به سطح اون، یعنی به مرز دانش و جهالت، آنچه که بیرون این کره هست اون چیزایی هست که ما نمیدونیم، حقایقی که وجود داره ولی ما بهشون دسترسی نداریم، و درست در حد در مرز این دانش و دانش و جهالت هست که بهترین مغزهای دنیا دارن در این مرز دارن حرکت میکنن. حالا شما در این مرز اگه دارین زندگی میکنید، چه دانشجوی فیزیکدانی باشین که توی لارج هیترون کلایدر سوئیس دارین روی پیدا کردن هیگز بوزان دارین مطالعه میکنین، یا اینی که یک فیلسوفی هستین که با دانشی که البته فیلسوفی مانند شوپنهاور به تمام دانش‌های طبیعی و فیزیک و ستاره شناسی زمان خودش کاملا واقف بوده و آگاه بوده. فیلسوفانی از این قبیل که تنها مجهز به سلاح ذهنشون هستن، قابلیت اینو دارن که به دانشی دسترسی کنن که درست در مرز بین دانش و جهالت وجود داره، دانش و ناشناخته وجود داره. خیلی متشکر. من میدونم بعضی ها سوالایی که میکنن یک هر کدومشون یه لکچر میخواد برای جواب دادن، ولی سعی کنید که یک کمی کوتاه‌تر بکنید. آقای جمشید جمشیدی بفرمایید، میکروفونتون رو باز کنید. آقای جمشید من سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی صمیمانه بگم من از این سخنرانی جناب عالی خیلی استفاده کردم بدون تعارف به این شکل، ولی هم سوال برای من پیش اومده، هم با مجموعه شرایطی که میبینم یه خورده برای من چالش ایجاد کرده. یکم این است که سوال من این است که آیا این آقای شوپنهاور با این صحبت هایی که کرده
این که شما خیلی نقل قول ازشون آوردین، این نظریه هستش یا قانون و یا فرضیه است؟ اگر فرضیه و نظریه هستش، ما میتونیم به اینها استناد کنیم و بر مبنای صحبتایی که ایشون کرده بیام نتیجه گیری بکنیم یا نه؟ دومین مسئله ای که برای من خیلی جالبه با توجه به اینکه من به صحبتهای شما هم الان و هم قبلا، هم مصاحبتهایی که تو تورنتو کردیم هم تو یوتیوب مراجعه کردم، به نظر من میاد که شما به مقدار زیادی تأکید میذارید رو افراد و خود فکر. با توجه به اینکه اتفاقا من تو صحبتهای چیزی شما نگاه کردم در رابطه با ذات و یه همچین مسائلی در این ردیب که شما خودتونم مطرح کردین که آگاهی مجموعه اون چیزهایی هستش که آدم از طریق حواسش میگیره، تو مغزش پروسس میکنه، اینجورا با فرهنگ و مجموعه اینا میشه آگاهی فرد. سوال مشخص من این هستش که آیا شرایط محیطی مجموعه اینها رو تشکیل دهنده افراد هستش یا این افراد هستن که شرایط محیطی رو تغییر میده؟ تاریخ نشون داره، مثلا فرض کن در رابطه با تحولاتی که تو اروپا که شما خیلی به نظرم به زیبایی مطرح کردی، این هستش که مثلا فرض کن که انقلاب صنعتی یا دموکراسی نوینی که تو پیش اومدش در اروپا، این مجموعه شرایطی بوده که از نظر اجتماعی اقتصادی مجموعه فراهم شد و در نتیجهش اون شرایط بودش که به اصطلاح دانشمندا یا کسای دیگر رو آفرید، نه اینکه دانشمندا تونستن این تحولات رو بروزن. به عنوان مثال، یعنی ما اگه نگاه بکنیم می‌بینیم که اروپا بعد از جنگ‌های اواخر جنگ‌های صلیبی بود که تونستش به مقدار زیادی دستاوردهای تکنولوژیکی و کلن پیشرفت اجتماعی برسه، و بعدش مسئله اختراع مثل بادبانهای مشخص، بادبانهایی که بتونه در مسیر غیر از مسیر باد حرکت بکنه، یا قطب‌نماهای جدیدی که درست کردن اون موقع، تونستن مسئله دریانوردی به مقدار زیاد حل بشه. بعدش کشورهای قدرتمند اون موقع که کسانی که دسترسی به آب داشتن و تونستن سازمان دریایی قوی داشتن با چپاول واقعا، یعنی تونستن به مقدار زیادی ذخایر طلای جهان رو بیارن اونجا و تقریبا دیگه همه جا رو خالی کردن. پیدایش امریکا اینا به مقدار زیادی تحولات اقتصادی اجتماعی پیش برد که زمین ساز این شد که بتونن کار. البته اختراعات این چیزها هم کمک کرد به مسئله انقلاب صنعتی، شکی توش نیست این مسئله. ولی آیا کلن این هستش که دانشمندا این جریان ها میتونن تاریخ تغییر بدن، یا این مجموعه شرایط اقتصادی اجتماعی است که این دانشمندا رو در دامن خودش پرورش میده؟ خود شما معتقد هستی که این به وسیله حواس اینا جمع میشه؟ یعنی این حواس و فرهنگ یعنی چی؟ یعنی تجربه. موقعیتون تجربه سوالات بسیاری رو در درون این سوالتون پرسیدین که من سعی میکنم فقط به یکی دو تاش جواب بدم به خاطر ضیق وقت. در رابطه با رابطه انسان روی محیط یا محیط روی انسان، این رابطه دو طرفه است، به هیچ وجه رابطه یک طرفه نیست. به طور کلی اون پروسه‌ای که ما بهش میگیم پروسه تکاملی، یک پروسه بسیار پیچیده‌ایه که تمام ابزار دست شما هر چقدر پیچیده‌تر باشن به رشد فکری شما، به قابلیت‌های شما می‌افزاین، و قابلیت‌های شما برای شما امکان ساختن ابزار پیچیده‌تر، و شما در یک حرکت حلزونی به طرف بالا در رابطه با طبیعت قرار می‌گیرید. بنابراین این یک رابطه دو طرفه است و به هیچ وجه اگر ما این رو تبدیل به یک رابطه یک طرفه بکنیم، این واقعا یک قصور بزرگی از جانب خود ما هستن. انسان‌هایی که فقط مصرف کننده تکنولوژی هستن، کامپیوترهایی در دست انسان‌هایی هست که یک صدم قابلیت اون کامپیوتر رو استفاده نمی‌کنن، فقط برای خوندن ایمیل و برای وب براوزینگ نگاه می‌کنن.
ولی همون کامپیوتر در دست یک متخصص کامپیوتر میتونه باهاش مدلینگ بکنه که یک کاری رو انجام بده که ما دیگه احتیاج به آزمایش فیزیکی نداشته باشیم. در حقیقت ما داریم به طرف اون دنیا میریم، داریم به طرف دنیایی میریم که دیگه برای حصول شناخت بر دنیای مادی اطرافمون دیگه ما آزمایش همون مرز بین شناخت‌ها و ناشناخته‌ای که براتون گفتم، به طور کلی در دنیای علم ما میگیم که شما برای ناشناخته ها یک سوال مطرح میکنید، ولی برای مطرح کردن این پرسشی در رابطه با ناشناخته ها شما باید در مرز شناخته ها و ناشناخته ها حضور داشته باشید. تا در مرز شناخته ها و ناشناخته ها نباشی، یعنی در این کره، در این توپ نالج، در این توپ دانش که در درون همه دانش هایی که در جهان وجود داره درون این توپ گذاشته باشیم، سطح خارجی این توپ مرز بین دانش و ناشناخته ها و ناشناخته هاست. شما تا روی سطح این نباشین از به مسئله ناشناخته ها نمیتونین بپردازین. در دنیای فلسفه اینو به شکل دیگه مطرحش میکنن، میگن که تا زمانی که شما درست یک قدم از کشف یک ناشناخته ای فاصله نداشته باشین، قابلیت فرموله کردن سوال درست هم ندارین. یعنی همینطوری که ما از طرف ناشناخته به طرف از طرف شناخته به طرف ناشناخته حرکت میکنیم، هر چه که به این مرز نزدیکتر میشیم، اون نوعی که حتی سوال رو مطرح میکنیم برای ما ریفاین میشه و تصفیه میشه و در نهایت به جایی میرسیم که جواب سوال در خود سوال نهفته است. ببین، ما این مسئله رو امروز با عنوانی که برای صحبت من گفته شده بود شروع کردم و گفتم که حتی شما اگر مسئله پیدایش جهان به آفرینش جهان اطلاق بکنین، اصلا بحث من دیگه علی‌السویه میشه، محلی از اعراب نداره. بحث من فقط در جای مفهوم داره که ما به اون مبدأ به عنوان پیدایش جهان، برای اینکه آفرینش خالق رو در درون خودش ملحوظ داره. ببینید که ما چطوری حتی سوال کردن و پرسش کردن، قابلیت پرسش صحیح کردن احتیاج داره که ما در مرز شناخته ها و ناشناخته ها قرار داشته باشیم. بنابراین اگر شما در درون این توپ قرار دارین، حتی سوال هایی که میکنین سوال هایی در رابطه با ناشناخته ها نیست، سوال هایی هست در رابطه با چیزایی که برای شما ناشناخته است ولی جامعه بشری اونا رو قبلا شناخته و درکش کرده. ما شما فقط لازم دارین که یاد بگیرین از اون دستاوردهای گذشته بشر. این یه مسئله بسیار مهمه که حتی مسئله متافیزیک هم در رابطه با همین مرز بین شناخته ها و ناشناخته ها بهتر از اون نوعی که فیلسوف تعریفش میکنن تعریف میکنه. خیلی متشکرم. قبل از اینکه چیز کنی، آقای کنگرلو چیزشون بندبیتشون لو هست و تصویرشون کوچیک هست، از اینجوری ضبط میشه. اوکی. آقای بیژن باران بفرمایید، میکروفونتون رو باز کنید، سوالتون رو بپرسید یا نظرتون رو بگید. جناب دکتر کنگرلو، خوشحالم که شما رو میبینم. منم دانشگاه کلمبیا بودم، پی‌اچ‌دی‌مو 1974 گرفتم، بعدم OSU. به هر جهت دوران زیبایی بود که توی هر دو کمپس پیاده روی و کتابخونه و جاهای مختلف. به هر جهت خیلی خوشحالم که شما رو میبینم. راجب منم معتقدم که فلسفه تا قرن بیستم دیگه یواش یواش زوال پیدا میکنه و شما به درستی و خیلی زیبا تاریخچه فلسفه رو تا حدودی الهیات و یه مقداری هم علم آوردین جلو، ولی حتی نظرات شوپنهاور هم نظرات دلایلی که نمیده. حالا شما فرمودین که دلایل منطقی میده با استدلال اینا، ولی به هر جهت در قرن بیستم و بیست و یکم خودتونم به وارد هستین که کوانتوم مکانیکس و تئوری یا فرضیه تارها یا ریسمانها و کوارک، فضا زمان آینشتاین که شما تا اول قرن بیستم حرفاتونو زدین، به هر جهت یه مفاهیمی مطرح شده که در حتی فیزیک کلاسیک هم نمی گنجه، چه برسه به فلسفه 200 سال پیش. من فکر میکردم که شما میرسونین خودتون رو به قرن بیستم و راجع به علوم جدید مانند نجوم داروینیزم و ژنتیک و
مشخصا راجب مهبانگ و حجت پیدایش جهان اینجوری فرموله میکردین، ولی به صورت تاریخی شما آوردین ما رو به جلو تا زمان فعلی. دوران اسلامی هم نخبه های دیگه غیر از ابن سینا، شما هم خودتون میدونم، من میدونم که وقت نیست همه اینا رو راجع بهشون، ما جبر خوارزمی رو داریم، مثلثات ابو الوفا رو داریم، و به نظر من خود خیام فلسفهش رو من یه مقدار زیادی کار کردم، چیزهای مختلفی رو مطرح میکنه. به هر جد در دوران کلاسیک هم یا هزار سال پیش هم مسلمون های یعنی در ایران و شام و اون طرف ها فیزیکدان ها و ریاضیدان هایی بودن که پایه های علم رو ریختن، منتها در قرن 16 هم چیز شد جدا از اونها. همونجوری که یکی از دوستان صحبت کرد، با پیدایش بخار آب و کشتی های بخاری و اینا و پیدایش کشف قاره ها، مسئله اصلا یه جور دیگه ای شد. به هر جهت منم معتقدم که حتی حرف اون حرف کوانتوم، حرف که شما از شوپنهاور آوردین، هر جسمی در فضا فقط در یک جا میتونه باشه، خودتونم به خوبی میدونین که در کوانتوم مکانیکس این نیستش، و حتی هایزنبرگ معتقده که اجسام یا از ذرات در فضا احتمال وجودشون در یه نقطه است، نه اینکه 100% ایقان داشته باشیم که اونجا هستن. حرف بعد تمام. آقای دکتر بفرمایید. بله جناب باران، چقدر خوشحالم که من شما تجربه مشترکی توی کلمبیا و اوهایو استیت کلمبوس اوهایو داشتیم. بله. شما چه سالای کلمبوس بودین؟ 80. 80 خیلی قبل از من بین سالهای 95 تا 2004 توی اون کاری که ما کردیم که دست شنیدم خوندم برای دنیا سلام توی کلمبوس ساختیم. من در کلمبیا هم دوستان بسیار زیادی داشتم که همون موقع هم سالهای بین سال 79 تا 87 که اونجا درس میخوندم در مورد این مسئله باشه صحبت میکردیم. دوستای بسیار زیادی داشتم، فکر کنم شاید مثلا یه دست دوستان شما هم دوستان مشترک ما بودن. من در رابطه با اصل عدم قطعیت هایزنبرگ باید بگم که این مسئله مثلا کوانتوم مکانیکی که میتونه مثلا یک بحثی در کوانتوم مکانیک هست به اسم کوانتوم انتنگلمنت کوانتوم انتنگلمنت واقعا آدم رو به تحیر با میداره، ولی من قصد من برای نوعی که اون قسمتی از تاریخ علم رو که من پوشش دادم به خاطر این بود که میخواستم در حیطه صلاحیت عنوان برنامه بمونم که چگونه دانش پیدایش جهان ما رو کمکمون میکنه که اسلام رو اصلاح بکنیم. در این یعنی حیطه خودم رو محدود کردم و فکر میکنم که امکان این وجود داره که ما از این دانشی که الان در دنیا وجود داره و در ایران متفکرین ایرانی مشخصا رهبران اپوزیسیون متاسفانه کاملا از این دانش بی‌بهره‌اند و کسانی ادعای رهبری اپوزیسیون رو میکنن و حتی اپوزیسیونی که نه اپوزیسیون سیاسی ها، اپوزیسیون اصلاح طلب، کسانی که در صلاحیت خودشون اراده و توانایی و دانش اصلاحات در مارتین لوتر های جدید رو دارم میگم، اینا به خاطر نداشتن دانش از همون آخرین پدیده های علمی از قبیل کوانتوم انتنگلمنت، از قبیل اصل عدم قطعیت، از قبیل رابطه ویف فانکشن، از قبیل نظریه چند جهانی، از قبیل ابر رسانه ها، از قبیل ابر ریسمان ها، در تمام اینا دانش وجود نداره. البته شما اگه به میون متفکرین علوم فلسفه و علوم اجتماعی و علوم سیاسی بریم به شما میگن اصلا دلیلی وجود نداره که من درباره فیزیک کوانتوم انتنگلمنت یاد بگیرم، که ما دقیقاً من میخواستم در درون این بحث دلیل و لزوم اینی که این دانش تا وجود نداشته باشه
اون قابلیتی که در مارتین لوتر ایجاد کرد، دانش کوپرنیکوس، تیکو براه و گالیله در پیشگامان فکری سیاسی ما، حتی در درون اپوزیسیون مذهبی ما ایجاد نخواهد شد. دقیقا فقط به همین دلیل بود که من خودم رو محدود به اون کردم، ولی کاملا من واقفم به این که اون حرفی که شوپنهاور میزنه در درون فیزیک کلاسیک میگنجه، ولی خب اون اصل عدم قطعیت هم در درون یک بعد خاصی از ماده وجود داره. در اندازه یک کتاب نمیتونه در یک لحظه دو جا باشه، فقط یک الکترون میتونه در یک لحظه در دو جا باشه، اونم در دو جایی که واقعا تمایز فیزیکیشون برای ما، و اگر به اون مقیاس از ماده برسیم، به اون مقیاس از واقعیت برسیم، یعنی در ابعاد اتمی و زیر اتمی و زیر هسته اگه برسیم، دیگه واقعا تمایز بین ماده و موج غیر قابل انجام میشه. و همون دقیقاً همون اتفاق هست که ما این نظریات جدید، اینی که دنیا واقعیت مادی نداره و مادیات در حقیقت تبلور یک سری ویو فانکشن‌های بسیار بسیار یا تابع موجی بسیار پیچیده هستن، که تازگی‌ها ما تونستیم بر واقعیت اون تابع موج آگاهی پیدا بکنیم و تونستیم افکار خودمون، افکار نظریه فلسفی خود، نظریه فیزیکی خودمون رو بست بدیم به اون که اونا رو هم پوشش بده. در مورد فلسفه، در فلسفه ما روش علمی نداریم که بخوایم، که در علم وجود داره تفاوت بین فرضیه و نظریه. شما با فرضیه شروع میکنین، میرین توی روش علمی، به قدر این روش علمی رو تجربه میکنین تا اینکه فرضیتون تبدیل به نظریه علمی میشه. در درون، چون در درون فلسفه آزمایش مادی وجود نداره، شما این تمایز بین فرضیه و نظریه خیلی سخت تشخیص دادنش. فرضیه در فلسفه موقعی نظریه میشه که به طور کلی مورد قبول جامعه فلسفی قرار گرفته باشه، یعنی اون روش به همین خاطر توی فلسفه روش‌های مختلف فکر کردن راجع به مسئله وجود داره، چون آزمایش وجود نداره. البته که هستن کسانی که فیلسوفایی که به استنادهای علمی، به آخرین پدیده‌های علمی متوسل میشن و اونا رو در درون فلسفه خودشون به کار میگیرن، مسلماً نظریات اونا، فرضیات اونا بیشتر به نظریاتشون، به نظریات علمی و اصول علمی نزدیکتره و بیشتر قابلیت و تعبیر و تفسیر واقعیت دارن. ولی اون چیزی که من درباره شوپنهاور گفتم، شوپنهاور 200 سال پیش چیزی رو گفت که ما در فیزیک تازه الان کشفش کردیم، و به نظر من حرف من در رابطه با قابلیت ذهن انسانه که میتونه واقعا در درون مرزهای آزمایش‌های علمی هم نگنجه، و با وجود اینکه یک قدم فراتر از قابلیت‌های آزمایش‌های علمی میره، بتونه هنوز با واقعیت اونقدر وصل باشه که پیشنهاداش، فرضیاتش و اصولی که پیشبینی میکنه همه قابل انجام، قابل راستی آزمایی باشه به وسیله دانشمندان. ما در دنیای فیزیک یه نظریه هیگز بوزون داشتیم که نظریه هیگز بوزون به وسیله پیتر هیگز در سال 1966 انجام شد، این نظریه پرداخته شد. نظریه که پیتر هیگز داد یک فرضیه بود واقعا، با وجودی که فرضیه همه میدونستن یه روزی اثبات میشه، ولی 60 سال باید جامعه جهانی و این همه علم و تکنولوژی که وجود داشته بین 1966 تا الان باید ما صبر می‌کردیم تا در سال 2012 تو لارج هادرون کلایدر ما بتونیم هیگز بوزون رو به طور آزمایشی کشفش بکنیم. بنابراین واقعا اینا نشان دهنده قابلیت‌های ذهن، اگه ذهن ما خود ذهنمون رو تربیت بکنیم به وسیله اصول علمی و به وسیله علم، ذهن ما آنچنان قابلیت پیدا میکنه که بتونه پیشبینی‌هایی بکنه که حتی ده‌ها سال جامعه علمی لازم دارن تا بتونن پیشبینی‌ها رو به طور علمی اثباتش بکنن. خیلی متشکرم. آقای رحیم باجوغلی لطفاً. صدا نمیاد آقای باجوغلی. میکروفونتون باز هست ولی صدا نمیاد. الان صدا میاد؟ بله. ببخشید. اولا با تشکر فراوان، واقعا بحث جالب هم در زمینه علم هم در زمینه تاریخ، و خیلی سپاسگزاریم که این وقت در اختیار ما گذاشتین. انشاءالله که در جلسات بعدی هم بتونیم ازتون استفاده بکنیم. من صحبتمو میخوام در رابطه با اون بحث علمیش که خیلی
عالی هست، خیلی هم وسیعه. اون در مورد اون بخش تاریخیش میخوام یه چند تا نکته بگم تا اونجایی که مطالعاتم اجازه میده. ببینید فلسفه یونانی که بعد از اینکه امویان در شام، دمشق اونجا حکومت کردن، سعی کردن کتاب‌های یونانی رو از زبان یونانی، از سریانی و آرامی ترجمه کنن و بعد این در زمان مأمون به اوج خودش رسید. ولی یه اشکال در این ترجمه ها اتفاق افتاد و این بود که کتاب جمهوری افلاطون به نام سیاست به جای نظریات ارسطو ترجمه شد و بعد از اون شخصی به نام پلوتوس که در یونانی هست که در مصر به دنیا اومد نظرات افلاطون رو با مسیحیت ترکیب کرد، نظریات نو افلاطونی اومد و این نظریات نو افلاطونی در واقع در جهان اسلام به عنوان فلسفه یونان اومد. مشکل اینه که در اون موقع نه ابن سینا، نه خیام، نه هیچ کدوم نمیدونستن که این به نظریات فلاسفه یونان به درستی آگاهی باشن و به این نظریات پلوتوس را به نام نظریات خود افلاطون میشناختن، که همون که شما گفتین، یعنی یه تفاوتی که ما بین فلسفه و مذهب میتونیم قرار این تفاوت قائل بشیم اینه که مذهب به یک نیروی خارج از این جهان برای آفرینش معتقده، فلسفه میخواد از درون عوامل این دنیا این جهان رو توضیح بده و برای همین این مشکل رو ما در تاریخ فلسفه ایران داریم و اخیراً هست که دیگه این تحقیقات شده و اصولاً نقد، این نقد خیلی مسئله مهمه، نقد نه در تاریخ ایران نه در تاریخ اسلام نقد نبوده. الان خیلی از دانشمندها در غرب میان همین کتابهایی که در اسلام به عنوان فاکت قبول شده رو برای نقد میکنن و به تضادهای اون پی میبرن. نکته دوم، حالا من این بحثش وسیعه، نکته دوم در رابطه با ضد غرب بودن جلال آل احمد و فردید اینا، اخیراً بازم اونم داره تحقیقاتی میشه که بیشتر نخبگان زمان حکومت پهلوی دوم اگرچه مدرن بودن ولی ضد مدرنیته و ضد غرب بودن و این از نوشته هاشون دارن جمع‌آوری میکنن. این فقط ضد غربی بودن ماره آل احمد و فردید نبود، متاسفانه خیلی وسیع‌تر بود و برای همین جریانات خمینی تونست خیلی وسیع بگیره. وقت من تموم شد؟ نه. بله. بله. ساعت 3 دقیقه زده بودم اینجا. بله. درست. بله، من موافقم با همه چیزی که شما گفتید، موافقم. در حقیقت اون چیزی که ابوعلی سینا گفت، ابوعلی سینا این مکتب علت و معلولی که سنگ زیر بنای فلاسفه یونان بود رو مورد سوال قرار داد و این جسارت رو داشت، نه تنها جسارت رو داشت بلکه قابلیت ذهنی رو داشت و قابلیت علمی رو داشت که استدلال بکنه که چرا علت معلول میتونه واقعیت نداشته باشه و رفت ورای حتی اصلی که در نهایت اصل دلیل کافی که کانت و شوپنهاور و اینا همه روش بنای تفکرات فلسفی قرن 14 تا 16 رو بنا نهادن، اینا ابوعلی سینا رفت ورای اونو. 400 سال قبل از اونا ابوعلی سینا قابلیت فکری اینو داشت که بتونه به این اصل بقای مومنتوم رو هم فرموله بکنه و با وجود اینکه وجود نداشت، درست مثل قابلیتای مثل شوپنهاور داشت، بدون اینکه آزمایش علمی بکنه فرض میکرد که اگر در یک فضایی، در یک مثلا ظرفی ما بتونیم خلاء ایجاد بکنیم، جسمی که در اون خلا حرکت بکنه برای ابد حرکت خواهد کرد و این رو نسبت به ستاره ها و سیاره ها، اجرام آسمانی نسبت داد و مسئله این تحیر انسان رو درباره اینی که چی این اجسام رو حرکت میداره حلش کرد. این قسمت کار ابوعلی سینا بود که واقعا هزار سال جلوتر از دستاوردهای فلسفه یونان بود که بعدها هم همونطوری گفتم از طریق ابن رشد به اروپا رفت و مبنای روشنگری قرار گرفت. خیلی متشکرم. آقای دکتر ناظر بفرمایید. میکروفونتون رو باز کن دکتر. خیلی ممنونم جناب دکتر کنگرلو. منم خواستم از این
نکته شروع کنم که رحیم هم تندازه بحثشو کردم که وقتی از مسیحیت صحبت میکنیم، آنچه که در مسیحیت اتفاق افتاد و این اصلاح رو در مسیحیت وجود آورد، تداوم تغییراتی است که در اروپا به وجود اومد. یکی پس از دیگری مسیحیت رو به کوچه ای بود که مسیحیت امروز در این حد قرار گرفته. حتی خود اومدن لوتر، مارتین لوتر که میاد اون جدا میکنه خودش رو به اصطلاح از کلیسای روم، از درون همون کلوین به وجود میاد. کلوینیزم ماکس ویبر ازش استفاده میکنه که میخواد کپیتالیزم رو از اون طریق به اصطلاح آغازش است. شما همین جوری که در اروپا میبینید، یکی پس از دیگری اختراعات، اکتشافات، از طرف دیگه علوم اقتصادی، علوم سیاسی، یکی پس از دیگری، و خود کم کم شما مواجه میشید با لاک و با هابز که میخوان دولت رو معرفی کنن. یعنی یواش یواش داره دولت استگنیشن، همون دولت و ملت، داره در اروپا شکل میگیره. تمام اینا تداوم در اروپا شما میبینید. این تداوم تأثیر بسیار بسیار زیادی بر روی مسیحیت میزه، چون مسیحیت بخشی از جامعه است. درست؟ این یک واقعیتی است که شما در اروپا میبینید. تا به رنسانس میرسید، رنسانس میگه چی؟ میگه مذهب خواهم حق خودمختاری، اندیویجوالیزم و سکولاریزم، جدای دین از حکومت. اینا دستاوردهای تداوم پشت سر همه در اروپا است. در ایرانی که شما میایید که اسلام رو داریم، اولا اسلام دین جهان سوم بوده و هست. هیچ وقت مانند مسیحیت دین جهان اول نبوده که زیر ضربه حرکات اجتماعی و اقتصادی و تکنولوژی قرار بگیره. اسلام یک دین جهان سومه. هرچی که در ایران اتفاق میفته جرقه است، پشتوانه نداره. شما حتی از اون فلسفی هم که ابو علی سینا صحبت میکنید، منشأش یونانیه. ما در ایران فلسفه رو وارد کردیم، علوم سیاسی رو وارد کردیم، تمام اینا. خب این یک همچین شرایطی، این اسلام در ما در ایران نمیتونه به اون فرم تغییر پیدا کنه. میایم انقلاب مشروطیت، بزرگترین انقلاب که در ایران صورت میگیره، 6 تا آخوند رو میذاریم اون بالا تصمیم گیری بکنن. یعنی شما تنها زمانی که میبینید که ایران میخواد یه حرکتی رو بکنه زمان رضا شاست. ولی دوباره میایم زمان شاه، صدر اشراف میشه وزیر دادگستری، یه مسلمان واقعیه، در خود جریان کسروی دست داره. یعنی شو تداوم رو که تغییرات مذهب اسلام رو در جامعه ایران بخواد سبب بشه نمیبینید اصلا. بنا از این طریقه که من اصلاح رو در اسلام واقعا میگم، در ایران به این انقدر دیر داره صورت میگیره. خیلی ممنون آقای جان، آقای جان بکلو، آقای کنگلو. خواهش میکنم. خیلی البته شما اگه توجه بکنین ببینید که اسلام 500 سال از مسیحیت جوانتره. مسیحیت 1500 ساله بود که دچار اصلاحات شد، اسلام هم تقریبا داره 1500 سالش میشه و داریم دردهای زایمان اصلاحات رو در درون اسلام داریم میبینیم. بنابراین اگر مسیحیت 1500 سالگی اصلاح شد، اسلام هم تقریبا داره 1500 سالگی اصلاح میشه، تقریبا 1400 سال شده. و اگر در 1400 سالگی اصلاح بشه، 100 سال از مسیحیت در حقیقت جلوتر بوده. ولی به این شکل نمیشه به مسئله نگاه کرد. در رابطه با اتفاقاتی که در جهان افتاده باید نگاه کرد. من میخوام اینو به شما به یک واقعه تاریخی رجعت بدم. من این روزگارها درباره نظریه دولت در تبعید صحبت میکنم و این نظریه که از نظر سیاسی بلکه از نظر فلسفی برای من خیلی جالبه. حالا چطور میتونه نظریه دولت در تبعید یک نظریه فلسفی باشه؟ ببینیم بحث وستفالیایی و سابرنتی و نهر حاکمیت ملی که از درون نزاع‌های جنگ‌های 30 ساله آلمان بیرون اومد و بالاخره اروپایی‌ها برای اینی که بتونن خودشون رو از شر کلیسا و امپراتوری واتیکان خلاص بکنن، اومدن این حق حاکمیت ملی رو اختراع کردن.
حق حاکمیت ملی که اختراع شد، در حقیقت گفتن که تمام این کشورهایی که تحت سیطره واتیکان وجود دارن، هر کدومشون از حق سابرنتی مساوی برخوردارن و هیچ کس نمیتونه سابرنتی خودشو به دیگری تحمیل بکنه. قصدشون واقعا این بود که میخواستن بگن پاپ نمیتونه در امور داخلی ما دخالت بکنه، ولی مؤدبانه گفتن که ما همه از یک حق حاکمیت ملی برخوردار باشیم و در نهایت این حق حاکمیت ملی رو تفوق بدیم بر تمام حقوق دیگه. حالا 300-400 سال بعد ما به تشکیل سازمان ملل متحد بعد از پایان جنگ، یک جنگ دیگه‌ای در اروپا که به ما هیچ ارتباطی نداشت، به ایران هیچ ارتباطی نداشت، به بقیه جهان هیچ ارتباطی نداشت، نزاع داخلی بین دنیای مسیحیت بود که دوباره این جنگ تبدیل شد به یک فلسفه مدرن. و اون فلسفه چی بود؟ قانون مبنا، چارتر، منشور تشکیل سازمان ملل بود. در موقعی که شما نمیدونم میدونین اینو یا نه، که موقعی که اون چیزی که بهش میگن کنفرانس سان فرانسیسکو، در کنفرانس سان فرانسیسکو که تمام کشورهایی که اون موقع جزء بنیانگذاران نظریه سازمان ملل و تبدیل لیگ ملل به اتحادیه ملل میخواستن بکنن، این کنفرانس داشتن برگزار میکردن، در میون 50 عضو این کنفرانس سان فرانسیسکو که داشتن منشور سازمان ملل رو در حقیقت استخراج میکردن و مینوشتن، نماینده ایران یه فردی بود به اسم قاسم غنی. این آقای قاسم غنی در اون سان فرانسیسکو قبل از اینی که منشور به تصویب برسه یه نظریه ارائه میده، که این نظریه‌ای که قاسم غنی ارائه میده واقعا جزو درخشان‌ترین دستاوردهای انسان بوده که من امروز به وسیله این نظریه دولت در تبعید میخوام راه قاسم غنی رو ادامه بدم و اجازه ندم که در تاریخ ما بی اجر بمونه. قاسم غنی در اون برنامه، در اون کنفرانس، با یک بحث بسیار، استدلال بسیار قوی میگه که ما نمیتونیم اجازه بدیم تفکر وستفالیایی به حق حاکمیت ملی به عنوان عالی ترین حق بین المللی بر همه حقوق دیگه تفوق پیدا کنه. ما باید حق کرامت انسانی رو بالاتر از حق حاکمیت ملی قرار بدیم. و موفق میشه به وسیله بحثی که میکنه 48 کشور رو، یعنی 47 دیگه کشور دیگه به جز ایران رو با خودش همراه میکنه که به حق کرامت انسانی تفوق بدن نسبت به حق حاکمیت ملی. تنها دو کشوری که باش مخالفت میکنن، دو کشور پیروز جنگ جهانی دوم، امریکا و اتحاد جماهیر شوروی، با حق حاکمیت ملی به عنوان برترین حق رو به کرسی می نشونن و اون 48 عضو دیگر رو مغلوب خودشون میکنن و حق کرامت انسانی به عنوان یک حق بین المللی قلمداد نمیشه. بگذاریم از اینی که بعداً حقوق بشری نوشته میشه و ماده اول حقوق بشر، در ماده اول حقوق بشر ما می‌بینیم که نوشته شده که انسان‌ها آزاد به دنیا آمدن و دارای دیگنیتی، حق و کرامت انسانی هستن، ولی متاسفانه حقوق بشر قابلیت اجرایی نداره و در تمام 72 سال گذشته بعد از تأسیس سازمان ملل متحد، تمام مشکلاتی که در سطح جهانی ما باش برخورد کردیم دقیقاً بر همین این وارون انگاشتن حق حاکمیت ملی و حق کرامت انسانی که ما نتونستیم. این نماینده ایران آقای قاسم غنی 72 سال پیش اینو دید که چطور میتونه انسان‌ها حقشون پایمال صدام حسین بشه، جنایت‌هایی که هر حکومتی در درون کشور خودشون میکنن به وسیله این وارونگی نسبت حق حاکمیت ملی به حق کرامت انسانی میتونه مورد مشاهده و بی‌تفاوتی جهان قرار بگیره. و ما باید یک اختراعای عجیب الخلقه ای بکنیم، مثلا اینی که صدام سلاح شیمیایی داره یا طالبان به تروریستا پناهگاه داده، که ما بتونیم از این حق حاکمیت ملی بگذاریم و یک ملتی رو از زیر چنگال دیکتاتور نجات بدیم. برای ما ایرانیات داشتیم کسانی رو که از قبیل ابو علی سینای قرن 11 از طریق قبیل آقای قاسم غنی و از قبیل احمد کسروی که یک نظریات بسیار درخشانی دارن. منتها اون چیزی که من گفتم اینه که عمده متفکرین و پیشگامان فکری ما آنچنان ضد غرب بودن که این ضد غرب بودن، این تاکسیفیکیشن خودشون برای ضد غربی بهشون اجازه اینی که پیام روشنگری رو ببینن نمیداد، چه برسه به اینکه بخوان به ایران بیارن. خیلی متشکر. و آخرین سوال کننده ما آقای محمد برغی، بفرمایید.
ضمن سپاس چون همه تعریف وسعت دانش شما رو کردم، من هم دیگه طبیعتاً از این بابت کوتاه میام، به خصوص که شما با وسعت دانش و حافظه بسیار قویتون از یک جای تاریخ به همه جای تاریخ میرید و آدم باید دید میشه تا دنبال بکنه توی قضیه که از دست نره. یعنی شما میتونید آدم رو مفتون دنبال خودتون بکشید توی مسئله، ولی اگه اجازه بدین چون شما به کار عملی میپردازید و فقط به کار علمی نیست، من اون ایرادات یا مسائلی که به نظر من میرسه خدمتتون عرض بکنم. و یکی اینه که ما بوالی سینا در دورانی است که همطور که آقای باجوغلی هم اشاره کرد، در دوره عباسیون، یعنی اواخر عباسیونه، یا 100 سال بعد مأمونه، و اون موقع همون موقع جهت جهان اسلامی جهت علمی بود، همطور که بوالی توش داره، رازی داره، خیام داره و و و و و همه اینا رو داره و دارو ترجمه که تمام کتب رو ترجمه کرده بودن تو مسجد. در اونجا نمیگیره، یعنی به قول شما دیگه ادامه کار نمیکنه، در حالی که اون موقع معتزله سر کار بودن که معتزله تعصب دینی نداشتند، با دوره این مسئله بود که اونجا بودش. بعد میاد ابن رشد در اسپانیاست و اونجا که دیگه اصلا این چیزا مطرح نیست تو مسئله، یعنی تسلط روحانیت دین نیستش، ابن رشد نمیگیره. نزدیک 3 قرن بعد تو اروپا این مسئله سر میگیره و سوال که سه قرن چطور وسط شده اومده اونجا، و بعدم در فلورانس شروع میشه توسط خانوادار سرمایدار به نام مدینچی. اصلا دنبال علم عجیب غریبی نبودن در رقابت با اینکه اونا خودشون قدرت نوکیسه بشن تو مسئله میاد و میاد بالا. دوم این که توی بیشتر این دستاوردها که قبلا هم اشاره کردن، قبل از اتفاقا پروتستانی آجی هم اشاره کرد تو قضیه که اونجا هست و ما مثل کوپرنیک و مثل گالیله و اینا رو که داریم، مثل گوتنبرگ رو داریم که کار چاپ رو میکنه، اینا قبل از پروتستان. ولی وقتی پروتستانیسم میاد اصلا به تنها کاری که کاری نداره به علمه، خودش یک آدم بسیار متعصب شدید مذهبیه، فقط میگه کشیشان نباید واسطه بشن و الان حتی کشتیار شدن که ازدواج هنری پنجم رو که کلیسا قبول نداشت این قبول بکنه، گفت نمی کنه، خلاف شرعه نخواهم کرد. تو مسئله تحولی که اون کرد به رابطه با علم نبود اصلا، رابطه علم رو جزویت ها کردن بعد توی یا یسوعیان با قول ما، اونا اومدن اتباقا که بخش کاتولیک هم بودن کردن. بهترین وارث پروتستانیسم الان ایوانجلیکای آمریکاست. اینها تمام پیروی خیلی نزدیک از تفکر اون میکنن. بنابراین مسئله ای که اون وقت میاد این که میاد ماکس وبر صحبت میکنه، که اشاره تو صحبت جمشید هم بود که شرایط اجتماعی برای رشد یک اندیشه تفکر چند نفر نیست، شرایط تاریخی اقتصادیه که تا اون شرایط تاریخی اقتصادی نشه و هر تخم میره بیرون تو اون زمین خوش میشه، بارور نمیشه توش و چیز دیگری ازش میجوشه. ما اشکال کار میاد، ما از زمان الان حکومت دینی داریم، همه را از همین زاویه نگاهش میکنیم. یه سوالی که غزالی یه اشاعر است که صوفی هم هست، یه کتاب نوشته، اون وقت اون همه فلاسفه تمام میرن توی قیف، یه مرتبه غزالی تمام مسیر تاریخ فکر عوض میکنه. این از حرفای افسانه هاییست که
بافته شده توی مسئله. غزالی چنین قدرت رو اگر داره، پس بعد این تکلیف اون فلاسفه همشون چقدر کش بوده که یه آدم تنسته تمام اینا رو از بین ببره توی مسئله. برحال و اما نکته ایک فقط اینجا اضافه بکنم، چون شما یک نیت خیری دارید در مورد مسائل تحولات سیاسی، سیاست خودش هنر و علم خاص خودشه. عالمان توانایی‌های خودشون رو دارن. این طور نیست که عالمان میتونن، یا باید بگیم در خنگا همه تو سیاستن، یا اگر اونا هم در اونجا هستن، عالمان انقدر تغییر نمیدن. یعنی الان اوباما یا حتی منفی بگیریم ترامپ، اینا عالم نیستن. درست در جامعه علم وجود داره، ولی اون سیاست مداره و اساتید برنده جان نوبل نمیتونن گردانن دیگه امور سیاسی. امور سیاسی یه مسئله دیگریست، یه مهارت دیگری میخواد، یه استعداد. اجازه بدیم با یه مثال داستان رو تموم بکنم. بوارستینا میگه که به همدان و سرمای زمستانه، به نوکرش میگه آقا پشوری یه لیوان آب بیار، من شراب خوردم، یه بوده آب بیار که رفع تشنگی میشه. نوکر سرد بوده، برف سنگین تو همدان، میگه که استاد نمیشه این حالا صبح بخوری، چی واجب که از این کوزه رو حالا بخوری. میگه هیچی نمیگه. یه ساعت بعد میبینه که بالای مناره مؤذن تو این سرما اومده بالا، میگه اشهد ان محمد رسول الله. و این نوکر همیشه میگه تو چرا ادعا پیغمبری نمی کنه که همه علم داری؟ محمد علم نداری. بهش میگه ببین من نتونستم تو نوکر خودم رو قانع کنم برام آب بیاری. اون این استعداد داره که این کارو میکنه. یه نوع استعداد دیگریست. من مثبت و منفی نمیخوام بگم، یک نوع استعداد دیگریست. بوالینا با تمام نبوغش نمیتونه یه نوکرش رو با خودش بکنه. ولی اون برحال چون شما وارد سیاست میشید، این رو فقط خواستم تذکر بدم که علمتون بسیار با ارزشه، ولی آقای بردهی وقتتون تمومه. خیلی متشکرم. من دکتر بفرمایید. همونطوری که در ابتدام گفتم، من این نظریه دولت در تبعید از موضوع فلسفی برای من بسیار زیباست و بسیار قابل پرداخته. کار سیاسیشو من به احتمال خیلی زیاد میدم دیگران انجام بدن و من در بعد فلسفیش باقی میمونم. همین ساختن ابزارهای فلسفی برای تفوق کرامت انسانی، همون کاری که قاسم غنی میخواست بکنه، به نظر من بر حق حاکمیت ملی یک کاریه که هنوز دنیای مدرن نتونسته انجامش بده، هنوز نتونسته به این بزرگ دست پیدا بکنه. و حالا خوشبختانه یا بدبختانه این بار رو دوش ایرانی ها افتاده، به خاطر اینی که این موجود عجیب الخلقه جمهوری اسلامی بجز یک اجماع جهانی بر علیهش ایجاد کردن که احتیاج به ساختار ابزارهای فلسفی داره. یه عده فکر میکنن احتیاج به اجماع نظامی و اقتصادی و تحریم ها داره، ولی من فکر میکنم که ما باید دنیای مدرن رو متقاعدشون بکنیم که ببینید الان در دنیا حدود از این 200 کشوری که در دنیا هستن، شاید بشه گفت که حدود 120 کشور تونستن پیام لیبرال دموکراسی رو دریافت بکنن و به شکلای به درجات مختلف خودشون رها کنن. حدود 70-80 تا کشور هنوز موندن که 60 تاشون کشورهای اسلامی هستن، نتونستن پیام آزادی رو یا قابلیت‌های آزادی رو یا ابزار آزادی رو برای خودشون درست بکنن. و من فکر می‌کنم دقیقاً در همین نقطه قامز رابطه بین کرامت انسانی و حق حاکمیت ملی و اینی که وارثان اون واقعه وستفالیا که برای رهایی ملت‌های اروپایی طراحی شده بود، موقعی که سعی میکنن اون نسخه رو به جهان فرای اروپا بستش بدن، به دیوار بزرگی به مثل دیوار آقای امام محمد غزالی و حکومت اسلامی و نظریه ولایت فقیه و جمهوری اسلامی و اسلام بنیادگرا و اسلام سیاسی برمیخورن. و همونطور که میبینیم در دنیای در اروپا و امریکا، یک درصد بالایی از سیاستمداران اروپایی و امریکایی تمایل به سازش با جمهوری اسلامی دارن، همون کاری که اوباما کرد. در حقیقت فرهیختگان سیاسی در امریکا، اون کسانی که توی
امریکا بهشون میگن توی اون شهری که شما زندگی میکنید درون اون واقعا بیلت وی بهشون میگن اون 495 تون تمام نخبگان سیاسی امریکا در درون همون بیلت وی هستن، اون کمربند خیابون شاهرهای کمربندی که واشنگتن دی سی رو دور میزنه. کسانی که اون دیپلمات های و فیلسوفا و کسانی که درس علوم سیاسی رو خوندن همشون الان شیفته جمهوری اسلامی هستن، برای اینکه قنای فلسفیشون فقط تا جنگ وستفالیا و نظریه حق حاکمیت ملی میتونه قابلیت پرتاب داره. ما برای آزادی کشورمون احتیاج به ساختن ابزارهای فلسفی در درجه اول داریم که به نظر من تفوق حق کرامت انسانی بر حق حاکمیت ملی اگه ما بتونیم توی نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل، مثل دادگاه بین‌المللی لاهه، مثل تمام این نهادهایی که وجود دارن مثل یونسکو ما بتونیم این بحث رو ببریم و تبدیلش بکنیم به گفتمان ملی و گفتمان بین‌المللی، امکان رهایی ایران بسیار زیاد سریعتر و بهتر و مؤثرتر وجود داره از راه فلسفه تا از راه نظامیگری نوع عراقیش و نوع افغانیش. خیلی متشکرم. منم به عنوان گرداننده جلسه یک نظر و یک سوالم دارم از شما. و این موضوع فلسفه که بیان شد، همونطورم که مشتبه در اول گفت، در اواخر قرن 19 و اول قرن 20 این صحبت پیش اومد که بیایم در دپارتمان های فلسفه رو ببندیم، چون فلسفه حرف جدیدی برای گفتن نداره، تمام نظرات فلسفی عنوان شده و دانشجوهای پی اچ دی واقعا موندن که چه چیزی رو ارائه بدن، چون هر کسی که میخواد پی اچ دی بگیره باید یه چیز جدیدی رو ارائه بده یا یه تحلیل جدیدی بده. تا اینکه صحبت از فلسفه زبان پیش اومد، یعنی این که بزرگترین مشکلی که بشریت داره اینه که ما زبان مشترک نداریم و حرف همدیگر رو نمیفهمیم. حتی ایده اومدن مثلا زبان اسپرانتو رو به وجود آوردن که ببینن این زبان مشترک به وجود میاد که همه بشر بتونن به یک زبان مشترک برسن، که متاسفانه پیش نرفت. در سپهر سیاسی ایران به نظر من مشکل اصلی که ما داریم همین مشکل زبانه، یعنی اینکه گروه های سیاسی روی بدیهیات نمیتونن با هم دیگه توافق بکنن، که حتی من با بعضی از اینا که صحبت میکنم میگن این حرف خیلی درسته ولی من باور نمیکنم. یعنی اینکه ما توی فیزیک، شما، من خودم هم فیزیسیستم، توی فیزیک اول ما میایم روی حرف به نتیجه میرسیم، بعد میریم این حرف رو میایم چی کار میکنیم، در عمل تجربه میکنیم که ببینیم که آیا اون درسته یا نه. ولی اگر ما روی حرف به نتیجه نرسیم، مثلا برای سوپر کانداکتور، سوپر کلایدر، اون نظریه که مطرح میشه، یه عده میگن که آره این به نظر درست میاد، حالا بریم امتحانش بکنیم ببینیم که اون مثلا میتونیم اینو آزمایش بکنیم که آزمایش اون چیزو به صحتش رو ثابت بکنه یا نه. در مورد ایران هم همینطوره، اگر ما بتونیم الان که نه به باره نه به داره روی قانون اساسی مدرن و مدون گروه های سیاسی توافق بکنن، فردا که به هر حال این دولت رفتنی خواهد بود، یعنی نمیتونه ادامه بده دیگه، کار مجلس مؤسسان آسونه و همه میان یه مهری میزنن و مشغول کار میشن برای ساختن ایران. ما دو بار این طرح مجلس مؤسسان رو آزمایش کردیم و هر دو بارش قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی ولایت فقیه درونش در اومد، و بار سوم هم اگر آزمایش بکنیم در اون شرایط بحرانی، من فکر نمی کنم که یه قانون اساسی بهتری در بیاد. و وقتی که شما یه قانون اساسی بهتر نداشته باشین چگونه میتونید کشور رو اداره بکنید؟ من تمام، شما بفرمایید. بله، من فکر میکنم که این حرف که شما میزنید خیلی درسته و در تایید حرف شما من به شما میگم که اگر ما قبل از قانون اساسی بتونیم فرهنگ تفوق کرامت انسانی و حقوق بشر رو بر حق حاکمیت ملی تأسیس بکنیم و تثبیت بکنیم، در جلوی هر روزنه ای رو که از اون بخواد مسیر ما به انقلاب بعدی بخواد به انحراف بره رو بستیم. یعنی اگر ما در سطح جهانی این کرامت انسانی رو تبدیل به حق بکنیم، حقی که قابل اجراست و قابل به اجرا گذاشتن هست، موقعی که منافع ملی کشوری به وسیله حکومت جباری به چپاول میره همونطوری که در ایران رفته، اون موقع راهکار بین‌المللی، راهکار وجود داره برای جلوگیری از انحراف انقلاب. مثلا همونطوری که امریکایی‌ها یا اروپایی‌ها دخالت کردن توی مسئله تجزیه یوگسلاوی، یا
یا نوعی که امریکا به هر صورت به بهانه بیرون راندن اسامه بن لادن از عراق به عراق حمله به افغانستان حمله کرد. ولی در نهایت نتیجه نهاییش چی بود؟ من همون سال 2003 توی یک مصاحبه گفتم که اگر امریکا اعلام میکرد که ما به خاطر اعاده حق کرامت انسانی به عراق و افغانستان رفتیم، میتونست همون نتایج رو بگیره، منتها با قابلیت رهبریت اخلاقی بسیار بالاتری، با قابلیت تشکیل اجماع جهانی خیلی بیشتری، به جای اینکه یک سناریوی نخنمایی مثل مثلا weapons of mass destruction رو صدام حسین درست بکنن یا معوا دادن به تروریست ها رو برای طالبان. بنابراین این زمینه های تشکیل حق، یعنی تأسیس حق کرامت انسانی در طول تاریخ بوده، همونجوری که قاسم غنی 70 سال پیش داشت بهش میپرداخت. و من فکر میکنم که ما ایرانی ها چه امروز چه فردا چه 70 سال دیگه فقط از این راه امکان نجات ما وجود داره، برای اینکه وظیفه ما به یه شکل عجیب و غریبی تاریخ ما دو تا بار رو دوش ملت ما گذاشته، یکی بار رسیدن به دموکراسی، یکی بار اصلاح اسلام. هیچ کشوری در منطقه قابلیت اصلاح اسلام رو نداره. شما به ترکیه نگاه کن، با وجود اینکه 80 سال یک دموکراسی نسبی داشتن، دوباره برگشتن به طرف همون تمایلات اسلام امپراتوری عثمانی شد. من فکر می‌کنم چه ما بخوایم چه نخوایم، فقط از این راه برای ما امکانی وجود داره و ما میتونیم جلوی تمام انحرافات آینده رو به وسیله انگشت گذاشتن روی این نقطه حساس حق کرامت انسانی جلوش بگیریم. خیلی متشکرم. ببخشید یک سوال آخر من داشتم از آقای دکتر صالح. میتونم سوالمو بکنم؟ بفرمایید. آقای مرتضی شما هم وقت گرفتین، مرتضی فلاحی، من دیدم دستتون رو بلند کردین. آقای ناظر هم دست بلند کرد. پیشنهاد داشتم. اجازه بدین من اول وقت گرفته بودم. بفرمایید. آقای کنگرلو، این حق کرامت انسانی که شما میفرمایید در خود آمریکا رعایت میشه؟ و شرایطی که امروز در آمریکا هست رعایت حق کرامت انسانیه یا اینکه چیز دیگه ای؟ مرسی. ببینید، آمریکا یک ساختار سیاسی دموکراتیک داره، یعنی رئیس جمهور آمریکا پادشاه آمریکا نیست، با وجود اینکه قابلیت نظامی بسیار بالا ارتش فرمانده ستاد فرمانده کل ارتش آمریکاست، ولی قابلیتی که به پلیس مینسوتا بگه چه کار بکن چه کار نکن نداره. ایالت‌های از یک درجه از استقلال برخوردارن، خودشون ارتش محلی خودشون رو به نام نشنال گارد دارن که ابتدا جوریستیکشن و حق حوزه قضایی اول مربوط به فرماندار، اول مربوط به پلیس محلی، بعد از پلیس محلی مربوط به دامان نشنال گارد میفته، بعد از نشنال گارد اگر عدم توانایی برقراری صلح و امنیت و غافل بودن یا عاجز بودن، اون وقت بعد به ارتش و دولت فدرال متوسل میشن. بنابراین ما در مورد امریکا صحبت میکنیم، ساختار حکومتی دموکراتیکه. حالا اگر عناصر فاسدی درش هستن، اون یک بحث جداگانه، کل این سیستم سالمیه که جدایی قدرت درش وجود داره، تفکیک قوا درش وجود داره، تمرکز حق انتخاب شدن در هر بخشی از این قوا وجود داره، و ما تنها کاری که واقعا میتونیم بکنیم اینه که یک ساختار سالم سیاسی در ایران درست بکنیم. به هیچ وجه ما امکانی نداریم که جلوی نفوذ عناصر فاسد رو در سطوح مختلف یک سازمان، یک ساختار سیاسی سالم بگیریم. خیلی متشکر. و آقای ناظر به عنوان آخرین پیشنهاده. بفرمایید. آقای دکتر، امکان داره که شما در آینده در مورد این دولت در تبعید و این فلسفه که به دنبالش میگید، کرامت انسانی و حق حاکمیت ملی، و همچنین تفاوتش با شورای، با اون داستان، با اون دریان دیگه به نام شورای گوار برای کانون یک صحبتی داشته باشید؟ خیلی خوشحال میشم. 100%. آقای باجوغلی به عنوان آخرین نظر بفرمایید. صدا میاد؟ بله. آقای دکتر، من می‌خواستم فقط این زامن اجرایی این کرامت انسانی رو بدونم چه نهادیه، چون ببینین
دخالت بشر دوستانه رو ما داریم در لیبی، چه بلایی سر لیبی آورد؟ دخالت بشر دوستانه حق نیست، یک فلسفه است. دقیقا ما داریم همین کار رو تعقیب میکنیم، یعنی من دارم این کار رو تعقیب میکنم که کرامت انسانی تفوق پیدا کنه به حق حاکمیت ملی و ما بتونیم یک اجماع جهانی، نه اینکه یه گروه. ببینید، اگر حق حاکمیت ملی یه حقیه که به واسطه تمام کشورها به رسمیت شناخته شده و 400 سالی که دنیا داره در روی این مسئله، این فرهنگ جا افتاده تو ذهن فرد دولت مردان تمام کشورهای دنیا، از دموکراتیک تا دیکتاتوری، ما باید فرهنگ اولا اگه بتونیم حق حاکمیت ملی رو در نهادهای بین المللی، مثلا در سطح شورای امنیت سازمان ملل، در سطح مجمع عمومی سازمان ملل، در سطح سازمانهای زیر نظر سازمان ملل مثل شورای حقوق بشر، مثل شورای اروپایی حقوق بشر، مثل دادگاه اروپایی حقوق بشر، در سطح این نهادهای بین المللی اگه ما بتونیم بحث حق حاکمیت ملی رو، حق برتری، حق کرامت انسانی و حق حاکمیت ملی رو تبدیلش به قانون بکنیم، بعد تبدیل به همون چیزی میشه که حق حاکمیت ملی شده. یعنی هیچ کشوری از مرز خودشون طرفدار نمیره برای اینکه مرز رو به رسمیت میشناسه. اگر حق کرامت انسانی حق بشه، به نظر من حکومت‌ها به این جنایت‌هایی که جمهوری اسلامی داره دست میزنه دست نخواهند زد، برای اینکه میدونن سازوکاری وجود داره که اون سازوکار میتونه الان اگر دنیا بیاد حق حاکمیت ملی رو از جمهوری اسلامی بگیره. و ما بحثی که میکنیم، اون دوستی که جناب ترشیزی گفتن که الان در دانشگاه فلسفه امکان اینی که یک استاد فلسفه بخواد یه تز فلسفی به دانشجو یک تز فلسفی بده وجود نداره، برای اینکه فلسفه دیگه از اون قنای خودش تهی شده. من حاضرم به دپارتمان های فلسفه 100 تا تز فلسفی بدم که روش کار میشه انجام داد. مبنای فلسفی برتری حق کرامت انسانی یک زمین بسیار حاصل خیزه که میشه روش بحثای بسیار زیادی کرد، حرفای زیادی زد، کارهای فلسفی. اولین کاری که ما باید در این رابطه بکنیم فلسفیه و این کار به هیچ وجه انجام نشده متاسفانه. ما باید از حق حاکمیت ملی به حق حاکمیت ملی ثابت و تضمین شده به حق حاکمیت ملی مشروط قدم بذاریم و باقی که از این، یعنی این مسیر رو، مسیر برتری و سوپریمسی حق حاکمیت ملی رو به طرف سوپریمسی حق کرامت انسانی باید به تدریج طی کنیم، برای اینکه حتی کشورهای مدرن و دموکراتیک دنیا در مقابلش مقاومت خواهند کرد. مثلا آمریکا حاضر نیست به هیچ وجه تن در بده به حوزه قضایی دادگاه بین‌المللی لاهه، برای اینکه میدونه همه کشورهای دنیا میتونن برای اتفاقاتی که داخل آمریکا داره میفته آمریکا رو به دادگاه بکشن و این داد به دادگاه کشیدن دیگه انتهایی نداره. ولی این راهکارش این نیست که ما اون رو انکار بکنیم. ما باید به امریکا و به تمام کشورهای دیگه دنیا ثابت بکنیم که برقراری حق کرامت انسانی به نفع همه کشورهاست، به نفع اقتصادشونه، به نفع سیاستشونه، به نفع جامعه مدنیشونه، به نفع فرهنگشونه، به نفع تسامح و تساهل بین ملت‌ها، به نفع مسئله حسن همجواریه، به نفع محیط زیسته. به طور کلی اگه ما بتونیم مبناهای فلسفی برتری حق کرامت انسانی و حق حاکمیت ملی نشون بدیم، من فکر می‌کنم یه قدم بزرگی برداشتیم و موضوع دقیقاً از این جنبه برای من جذابیت داره. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. ما وقتمون تموم شد و این قول هم از آقای دکتر گرفتیم که یه بحث دیگه در کانون بیارن و امیدوارم که این بحث هم هر چه زودتر با هیئت مدیره آینده برنامه‌ریزی بشه. و شب بخیر دوستان، تا هفته آینده که ما سخنرانی خانم لانا راوندی فدایی رو داریم در مورد ایرانیان مهاجر در روسیه چگونه شکل گرفت، توسعه یافت و تحت تاثیر تبعید سرکوب دوران استالین قرار گرفت. شب بخیر.